شنوندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز 19 ماه دسامبر سال 2021 هست، برابر با 28 آذر ماه سال 1400. و قبل از برنامه یک کمی مشکل داشتیم، فیسبوک وصل نمیشد. فیسبوک میاد از اون ور با خیلی کوالیتی بالا میخواد پخش کنه، اون وقت خودش نمیتونه. خب بابا زور نزن، اینم شده مثل کمپوزیسیون ما که سنگای بزرگتر از سنگین تر از زورشون و همی دارن میفته رو پای خودشون، یه مدت هم لنگان لنگان میرون. میگن که خسته نباشید آقا، ما حالا فعلا شروع کردیم. خیلی ممنون، با درود و سلام. آقای شاهین غلامرضایی هم اینجاست. این شاهین جانم هنوز نفهمیده میخواد چیکار کنه، از این کوچه به اون کوچه میره. یه آدرس درست بدید دستش، دوستان باهاش تماس بگیرید، بگید شما چی میخواید. یه روز میاد فیلمو انتقاد میکنه، یه روز میاد خبر میگه، یه روز میاد از هر دری سخن میگه. و میتونم به نظر من همه اینا بگم، بدترین برنامه‌ای که داشت این بود که راجع به اون خانومه که دوست نمیدونم فلان بوده صحبت میکرد. من نمیدونم این ایرانیا چرا موزیک پخش میکنن. شما فکر کن من الان این تلفن رو بردارم یه موزیک متنی بذارم اینجا، تازه اگه میخواین بذارینم 70-30 80-20 90-10، یعنی 90 تاش صدای من باشه، 10 تاش اون زیر منگ 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 کنه. این نظر من ها، از دیگرانم بپرس. دوستان شما براش بنویسید، نظر بدید و ببینید که من تنها هستم که اینجوری هستم، خیلی حساسم، یا شما هم هستید. آقای اکبری بوشهری پیام گذاشتن، ازشون ممنونم. بعد از من خواستن که دو تا پیام قبلیشونو برای آقای اکبری شیرازی عجب گرفتاری شدیم اونا شدیم ما. این ورمون آقای اکبری بوشهری از کالیفرنیا، اون ورمون تو آلمان آقای اکبری شیرازی هست و ما هم نمیدونیم چه باید کرد. همین 4 تا نخ مویی هم که باقی مونده میریزیم. خب دوستان، امروز من خوشحالم. آقا 20 نفر تماس گرفتن از دوستای نزدیک من، از آقای خسرو بهرامی گرفته تا دیگران. آقا این برنامه آخری خیلی خسته بودی، مواظب خودت باش. میگم خب شما که پول نمیدین، ما مجبوریم بریم رانندگی کنیم، خسته میشیم. خریت کردم 20 ساعت رانندگی برای من آدم 66 ساله زیاده. خیلی خشک هستش بدون موزیک. آقا یکم آب بریز روش، خیسش کن. یعنی چی؟ شما داری راجع به قتل میگی، راجع به نارفیقی این خانمه میگی، اون وقت خشک و تر داره؟ در صورت نظر منه، حالا نشون بده به دوستان دیگه. بهترین کسی که میتونه بهت نظر بده خانمته، همسرته، دوست مشترک فامیل شما و دوست من هست، برایش یه روز بفرست. البته فکر نمیکنم اون اینقدر بیکار باشه تا برنامه نگاه کنه. من توی برنامه قبل گفتم وقتی بیکار هستید تلویزیون نگاه میکنید. باز خیلی از دوستان به اصطلاح حمله، نه اعتراض کردن. یکیش آقای اکبری بود، آقای پتیک بود، گفت به خدا ما میان میشینیم. من ممنونم، من واقعا ازتون ممنونم. ولی خود من حقیقت رو بگم، قبلا خب بد نبود، ویدیو وی سی آر نبود، ریکوردر نبود، مجبور بودیم مثلا فلان شب بیان بشینیم 60 مینیت نگاه کنیم. ولی از بعدی که اومد دیگه شد ویدیو آن دیمند، یعنی اونا میان برنامه اجرا میکنن، شما هر وقت دلت خواست تماشا میکنی. الان که با این انقلاب عظیمی که در کار اینترنت شد، یوتیوب این ور، اینستاگرام اون ور و فلان اینا، دیگه همه اینا از بین رفته. ولی برگردیم راجع به آقای اکبری بوشهری. آقای اکبری بوشهری، من پیام شما رو پخش میکنم. اولا ببین داداش، شما هر چی میخوای بگی آزادی، ولی خب منم باید نظر خودم رو بگم. دوستان فکرشو بکنید، بابای من 50 سال راننده بوده توی شیراز، توی ایران، توی فلان، با اون بدبختی ها، با اون مصیبت ها. حالا ما اینجا یه برنامه بذاریم، چون یکی متوجه شده که بابای من راننده کامیون بوده، ایشون بیاد بگه که بابای من رفته با ماشین زده به دیوار انباری ایشون، بعدم انباردارش گفته جلیل سربی بوده. آخه آقای اکبری، زمان شاه بوده دیگه، نه؟
چون بابام بعد از انقلاب اینا دیگه کار نمیکرد. زمان شاه هم بیقانون بود، گمرک و انبار شما و اینا در پیکر نداشت که یک کسی بیاد چی کنه. بعد مأمور شما بابای من با ماشین زد به دیوار و ریخت و رفت، این دوید دنبالش رفت دید جلیل سربیه. بعد تازه بابای من اصلا به نام جلیل سربی شما اگه بری بگی تو ایران کسی نمیشناستش، چون تو ایران هر راننده یه لقبی داشت، مثل همینجا بهش میگن سی بی هندل. من نمیدونم، من پیام شما رو پخش میکنم میذارم مردم به اصطلاح چیز کنن که یه نفر سیاه چرده بوده و ریزه میزه بوده، حالا شما میگی بذار من اینو براتون بذارم که اینجا من حرف نزنم. دوستان این شما و اینم آقای اکبری بوشهری عزیز. آقای اکبری اینجاست در قسمت پیام ها، اینجا میذاریم آقای اکبری، نمیدونم میاد یا گذاشتمش داخل عکسای امروز، فکر کردم حالا تا میزنم اون چون به صورت پیامه میبینیمش ولی نشد. آهان، اونی که شما به من گفتی پیامای اون هفترم برای ایشون بفرستم، دوست عزیز شما نمیدونی من حدود 23,000 نفر این ور اون ور ایمیلایی که می‌نویسن، بعد تازه این حالا آدمایی که آدمن وجود دارن، این کامپیوتر و اینا، از پسرتون سوال کنین ایشون میدونه ایمیلای قلابی و اینها. چون صحبت از پسرتون شد، من هنوز از پسر شما کتاب پی دی اف 1 رو دریافت نکردم که بخوام 2 رو دریافت کنم. لطف کنید با ایشون چک کنید بعد به من خبر بدید. اگه ایشون فرستاده بفرمایید که من هنوز دریافت نکردم. اگه حجمش زیاد باشه باید از پروگرام‌های دیگه استفاده کنه. دوستان گوش کنید ببینید با هم بشنوید. آقای سربی سلام و ارادت علی اکبر خالصی بوشهری. 20 سال است که در آمریکا به سر میبرم. 2 سال است که با رسانه شما آشنا شدم. دنبال کتابی که آقای حسن محمدی مطلق، یکی از مدیران خوب وزارت راه ترابری، در سایت گذاشته بود میگشتم و پیدا نکردم، ولی به رسانه شما برخورد. درست روزی بود که گفتید رضا پلوی. از آن تاریخ رسانه شما دنبال نمونم. موضوع برخورد کامیون پدر شما واقعیت داشت و شوخی نبود. من از کجا می دانم پدر شما ریزنقش، لاغر و نحیف و قیافه بوشهری داشته، نه به شکل شیرازی ها سرخ سفید. انباردار گفت چنانچه اون را شوخی ترقی کنید مجاز هستید، زیرا میکروفون دست شماست. حتی او گفت با پلیس راه تماس بگیر تا جلوش بگیرد. در اون زمان ژاندارمری به جای پلیس راه بود و از هر کامیون مبلغی میگرفت و اجازه میداد بوشه را ترک کنند. چنین نکردم زیرا او مجبور میشد زیادتر ببردازد. به زودی یک بهار دیگر پشت سر می گذارم. نه احتیاج به مرید دارم و نمی خواهم مراد باشم. چه شوخی زیر لحاف منم مجرد باشد، چه با انگشت پا لمس پشت گوش یار. چند سال قبل با آقای ناصر انقطاع تماس گرفتم و از کتابهایش که خونده بودم تشکر کردم و گفتم در کتاب پانورونیسم شما در صفحه فلان خلیج فارس بدون فارس نوشته شده. استدعا دارم در چاپ بعدی خلیج فارس مرقوم بفرمایید. میدانید چه جوابم داد؟ گفت این مکتب ته خشخاش گذاشتن است. من به احترامش سکوت کردم. انتقاد تلخ است. چه شما چه انقطاع. گویا پسرم پی دی اف جلد اول که در تهران چاپ و در بوشهر پخش شده برایت فرستاده با پی دی اف جلد دوم که هنوز چاپ نشده و منتظر هستن مرگ زود رس به من دست بدهد تا بتوانند به نام خودشان چاپ کنند. در صورت امکان اون را چاپ کنید. همیاری به مردم تی وی. در صورت امکان دو پیامم که گویا سکسی بوده که نبوده برای آقای اکبر اکبری شیرازی
دوست نادیده هم بفرستید. متشکرم. خب ممنونم. این سر 3 دقیقه که میرسه صحبت شما دوستان رو قطع میکنه، یا باید پیام بذارید یا خودتون تایم بگیرید. ببینید آقای اکبری، همونجوری گفتم من پی دی افی دریافت نکردم، ولی از اون جالبتر اینه که شما میگی این پی دی اف رو بگیرید چاپ کنید. اگه منظورتون منتشر کردن یا پست کردن روی فیسبوک و اینها هست، چشم، این کار من انجام میدم، دستموزی هم ازش نمیخوام، بابت شما نمیخوام. ولی شما میگید که چاپ کنید همیاری به مردم پی وی. توی فارسی زبان زدی داشتیم به نام این که روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنن. شما یه پی دی افی چاپ کردید، به اصطلاح نوشتید، زحمت کشیدید، پول دادید به یه نفر براتون تایپ کرده ویراستار و فلان اینها، حالا باید به این و اون پول بدید که براتون منتشرش کنن، پخشش کنن. درست مثل اینه که شما رفتید یک چاپخونه یه آگهی چاپ کردید، حالا 3000 نسخه هم چاپ کردید، ولی میخواید بدید به من و آقای اکبری بریم پخش کنیم. آقای اکبری چون هم فامیل شما هست، فقط یه بوشهر شیراز فرق میکنه، ایشون این کارو برای شما مجانی انجام میده. ولی چون این سربکی چون این سربی پولکی هست و از جای دیگه درآمدی نداره، مجبوره به شما بگه آقا چند تاشو میخوای من پخش کنم. شما میگه 1500 تا، ایشون به شما میگه که پس من باید 1500 تا خونه برم، حالا یا با ماشین هی برم ترمز بزنم پیاده شم بهشون بدم، یا راه بیفتم تو بارون سرما گرما ور فلان برم بهشون بدم. برای هر کدومش من 10 سنت میگیرم، هر کدومش 10 سنت 1500 تا میشه $150. حالا این کارا آسون شده. ما بارها گفتیم هر کسی برنامه‌ای داره، مثلا این آقای مهران نژاد لطف کرده این کتابو فرستاده، وقتی یه نفر برای ما کتابش رو میفرسه ما مجانی نشون میدیم، بهش میگن پلاگ یا پرموت میکنیم. بعد اگر کتاب رو خوندیم جالب بود، سوال انگیز بود، با ایشون مصاحبه میکنیم. اتفاقا امروز قرار بود اگر آقای نیساری نتونستن با ما باشن، ما با آقای مهدی مهران نژاد باشیم، چون چند تا نکته جدید درباره این کتاب میخوام ازشون بپرسم. ولی آقای نیساری گفتن که میتونن با ما باشن، من ازشون پرسیدم 3 یا 3.5، و در صورت این ماجرای نشر کردن، پخش کردن، پست کردن، نصب کردن، اینا رو که شما استاد سخن هستید باید به اصطلاح جدا کنیم ببینیم یعنی چی. ناراحت نباشید، شما تنها نیستید. جوونا مینسه شما عکستو منشن کن. اصلا منشن کردن یعنی گفتن، تذکر دادن، گوش زد کردن. بعد میگه که عکستو گوش زد کن، عکستو میتونی بگی پست کن که همون مثل نصبه بماند. مشکل یکی دو تا 10 تا 100 تا نیست، و بالاخره خوشحالم که شما اومدی خارج و میگن همون جوری که افرادی که میمیرن حتی ازدواجشون هم دیگه ازدواج نیست و طلاق میگیرن، پدر بنده هم فوت شده، اگر بابت انباری شما، بابای من خیلی راننده خوبی بود بنده خدا، اصلا خیلی آدم محتاط، نه معتاد، از معتادا به شدت بدش میمد و مسخرهشون میکرد، میگفت ما عرق میریم سر چهارراه زن میخوریم، شماها باید برید توی توالت و خلا، که برعکس شد بعد انقلاب، میگفت حالا ما باید بریم تو خونه عرق بخوریم، اینا تو خیابون هم میکشن و آزاد هستن اینا. در صورت من به نظرم یه کمی عجیب میاد که این ماجرای انبار و انباردار و پدر من چون نمیدونم شبیه کوچولو چی بوده، جسش کوچیک بوده، سبزه بوده، سرخ و سفید نبوده. شیرازی ها سرخ و سفید نیستن آقای اکبری، شیرازی ها یار سبزه گمبه گلم، نمیگه یار سرخ و سفیدم. مال شمال که نیستیم سرخ و سفید باشیم، رطوبت روسیه و اینها دریای خزر. شیرازی ها، بوشهری ها، بندر عباسی ها صورت هاشون همه براون یا قهوه‌ای رنگه. در اصل بگذاریم، پیام شما رو پخش کردم، به پسرتون بگید من چیزی دریافت نکردم، لطف کنه دوباره دریافت کنه. دوستان این ماجرای تصویر بذارید من براتون بگم. تلویزیون های دیگه خودشون رو بزک میکنن، بعضی هم به اشتباه میگن وزک، فکر کنم بزک درسته،
به قول روسا چوسان فسان میکنن، چوسانی فسانی، چوسان فسان میکنن، خودشون آماده میکنن، نمیدونم پودر میزنن. ما یه خانم اسپانیش بود و یه خانم ایرانی دوره تلویزیون رنگارنگ میمد، قبل از اینکه بریم برنامه یه قطی پودری داشت اینجوری به همه میزد سفید میشدی، شما چون سفید بشی نور رو بیشتر منعکس میکنی، بیشتر میبینه. بعد الان شما امروز میبینید نور تو پیشونی من زیاده، بعد من چون برنامه‌ام 2 ساعته از این نورای زیاد به اصطلاح در میرم. شما الان نگاه کنید من اینجا یه نوری دارم، البته وقتی روشنش میکنم میبینید تصویر اوور اکسپوز میشه، یعنی میسوزه، بعد بر میگرده چون اینا اتوماتیک تنظیم میشه، ولی من عاشق نور زیاد نیستم. داشته باشید اینو نگاه کنید، میبینید برای یه لحظه میره میاد، بعد این نور رو شما میتونید تنظیم کنی. الان میتونم با تنظیم جدید این نور رو انجام کنم. بعد بعضی ها دوست دارن خیلی نور روشون باشه، بعضی ها نه، میگه مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. البته اینم غلطه، خیلی از ماها دوست داریم رو مشک هم انقدر عطر و اتکلون بزنن که ما متوجه نشیم. در صورت یه چیز دیگه که درباره من صدق میکنه اینه که من هر جا رفتم از همون 21-22 سال قبل تا امروز همه گفتن آقا تو تلویزیون چقدر پیری، اینجا چقدر ماشالله جوونی. یعنی من حضوراً قیافم بهتره تا تو تلویزیون. در صورتی که شما برید مهرداد خواننده، چون دوستمونه میدونم ایراد نمیگیره، شما برید مهرداد خواننده رو ببینید، ببینید اصلا اینا آرایش میکنن، هیچ عیبی نداره. آمریکایی هم این کار میکنه، ما هر کاری میکنیم از خارجی ها یاد گرفتیم. بعد من توی اون استدیوی 1 میلیون دلاری نیستم، من اینجا چیزیه که خودم به تنهایی راه انداختم و خیلی هم خوشحالم از این بابت که یه آدمی تو این سن و سال خودش میتونه رو پای خودش، روی هزینه و نمیدونم درآمد و خرج خودش این کارا انجام بده. البته خب خیلی از دوستان مثل آقای اکبری لطف دارن چاپ کنید که همیاری بشه برای مردم تیوی، ولی من تعجب دیگم این بود که 20 نفر زنگ میزنن، ایمیل میفرسن، پیام فیسبوکی میپرسن که آقا چت بود، میگم بابا من که تو برنامه گفتم، گفتم خسته هستم. من نمیدونم، شما اگر یه همکار داشته باشید بیاد سر کار صبح، شما ببینید رنگ روش پریده، چون آدم اگه نخوابه درست کمبود اکسیژن باعث میشه رنگ رو زرد بشه. ازش بپرسی چته بیحالی، بگه من دیشب اصلا نخوابیدم. خب این دیگه تموم شد آقا، این نخوابیده. سوربی که گفته جمعه 20 ساعت رفته شیکاگو و برگشته، تمام روز شنبه هم زامبی بوده. زامبی مثل این مرده های هست که تو خیابون راه میرن تو فیلم های وحشتناک. ما ملت عجیبی هستیم. اون وقت شما که اینقدر نگران من هستی، ما اینجا گلو خودمون پاره میکنیم، میگیم آقا آخر ساله، از همه طرف نمیدونم، از این ور شب یلداس، از اون ور کریسمس، از اون ور ژانویه است، تلویزیون حمایت کنید. $1 کسی حمایت نمیکنه، ولی 20 نفر زنگ میزنن نگران من میشن. آخه دروغ چرا؟ تعارف چرا؟ شما نگران من هستی؟ والله من فردا اگه بمیرم یه ما دیگه میگی چی بود این شیرازیه با اون لهجهش میمد 2 ساعت زرزر میکرد، اسممونم یادتون میره. الان شما اسم آقای مسعود صدر، اسم آقای مینویی، اسم دیگرانی که مردن یادتون هست نیست. آقای زمانیان ممنونم از شما، ایشون نوشته که من فیلم فرخزاد رو دیدم و تازه فهمیدم که ایشون 10 سال شوهر داشته. دوستان یه فیلمی هست گذاشتمش توی مردمریپورت.com، برید مردمریپورت.com، نه .net، مردمریپورت.com، بذارید بهتون سفرم نشون بدم، اینو ببینین. 3 قسمته. بعد من برای که شما از اول ببینید، اول رو گذاشتم بالا، دوم سوم نگاه کنید. و خیلی کار جالبیه که رادیو فردا بعد از 30 سال از کشته شدن فرخزاد رفته یه فیلم مستند، به اینا میگن اینوستیگیشن جورنالیست، یعنی کسانی که میرن تحقیق میکنن. و این رسم دوستان، الان این ماجرای خانم گوهر عشقی که رادیو تلویزیون ایران رفته گزارش تهیه کرده، همه فوش خار مادر، مگه تو دادستانی، مگه تو نمیدونم وزی چی میگن کلانتر. آقا خانم خودمون ما ایراد میگیریم، از اونهای دیگه میگیم نمیرن تحقیق کنن. حالا یکی هم که رفته
حالا درست دروغ اینا رو من نمیدونم، او چرا تو این کوچه دوربین هست. دوستان دیدید وقتی یه موتوری رو میگیرن خفتگیر، میگن چی میگن، با چاقو زورگیر، با چاقو فلان اینا، خیابونه رو نگاه کنید، کوچه رو نگاه کنید، همه ویدیو دارن. اینا نشون میده این دوستان ما از شرایط امروز ایران بیخبرن. بعد جایی که این همه میلگرد ریخته رو زمین که هنوز هم ساختمون کردن تو ایران، همون افتضاحه، سد معبر میکنن، این ور گله، اون ور آجره، فلان اینها. وقتی یک شرکت ساختمونی هست که کانتکس میاره میذاره، اینجا میگن کانتینر یا میگن آفیس، میگن کانترکتورز آفیس، یک چیزی رو میارن با جرثقیل تایرم زیرشه میذارن اونجا، دور تو دورشو میپوشونن، تریلیشو ول میکنن میره، این دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یک سال، دو سال اونجا سر ساختمون، این دفتر مهندسینه، دفتر مشاوره است، توالت داره، کولر داره، بخاری داره. خب از خودتون نمیپرسید کسی که اومده اینجا داره حالا یا برج میسازه یا یه کاری میکنه، خب یه دوربینه، دوربین چنه الان آقای زمانیان؟ این دوربینای انقدی که والا اینجا مینسه 9 دلار دوربین بخر بذار تو ماشینت، هم از جلو فیلم میگیره هم از پشت فیلم میگیره دیگه، حالا از بالا و پایین و اینا نمیشه. و شما، من یه چی بهتون نشون بدم، این دوربینه رو میبینید دوستان، این دوربینه 30 دلاره، وقتی که حراج میشه ممکنه 10 15 دلار هم بتونید بخرید. اوکی، اینو من اگر بذارم اینجا، شما با ماشینت که رد میشه این 100 و حدود 160 درجه فیلم میگیره، قشنگ ماشین فیلم میگیره صورت. بعد طرف میگه آها حالا اونجا HD هم دارن. این روزا شما اگه بخوای یه چیزی بخری که HD نباشه باید پول بدی، والا همه چی HDه. من اولین بار توی فیلمای ایرانی این تلویزیونای پهن رو دیدم، حالا تازه تو آمریکا تلویزیونای 8000 4K اینا داره میاد. دوستان اصلا من کاری به برنامه خانم گوهر عشقی ندارم، خانم نمیدونم سیما ثابت ندارم، خانم مسیح علی نژاد ندارم، ولی آیا اینا هم تا حالا به شما رو راست بودن؟ آقای نوریزاد به شما رو راست بوده که از اون ور با عصا، و خیلی هم هست همهشون عصایی شدن، با عصا میاد و رنگ و فلان، بعد یه دفعه دوربین دیگه فیلم برداری میکنه، اومده همچین چند مونده یه قری هم بده، احتمالا قرم داده. بعد چطوره که اینجا میگیم تو ربات کریم چرا ویدیو دارن، اونجا تو کوچه پس کوچه ها یه موتورسیکلتی اومده؟ آقا مادر خود من رفت ایران، دو بعد از او بند خدا تو خیابون داشته میرفته، دو تا موتوری اومدن، احتمالا معتادن اینا، این کیفشو گرفتن. مادرم میگه والا اگه وایستاده بودن، میگفتن ننه جون ما پول میخوایم، کیفه رو بهشون میدادم، میگفتم اگه پولم به اندازه کافی نیست فردا میارم بهتون میدم. ولی کشیدنش، بعد این عکس العمل انسانه که دستش اینجوری میکنه، این بنده خدا دستش اینجوری کرده، کیفه گیر کرده افتاده مد. خواهر یکی از دوستانم الهام خانم، خواهرش تو ایران با موتور کشیده بودن کیفو از دستش، این بنده خدا کیفی که برده بودن تعادلش به هم خورده بود سرش به کنار چیه، این کانکریت های مال ایران هم چه بلندتر و اینها، خیابون بغل خیابون و مرده. خب لطف کنید ببینید چطوری میشه بفرستید. آها برنامه قبلی ما صدا داشت، ولی من یه آهنگی از آقای ادوارد ترمادو پخش کردم، بعد وقتی این فیلمو فرستادم برای آقای ترمادو میگه این فیلم صدا نداره. یعنی میشه اینجوریه که حالا به غیر از این که اونجا ممکنه بی صداش کردن، آمده باشن ویدیوی موجود در کامپیوتر ما را هم بی صدا کرده باشن. حالا گفتم از فیسبوک بگینیم. هی کاکا آی ویل بی ریدی اور 3 PM. اوکی 3 PM. خب آقای نیساری گفتن با ما خواهند بود. 3 PM is okay. 3 PM is perfect. بله. همین امروز یه نواری اومده بود که خانم مسیح علی نژاد زنگ زده به یک خانمی هست بهش میگن بازجو خبرنگار، و دوستان همه خبرنگارا بازجویی میکنن.
حالا یا از مردم بازجویی میکنن، یا از مسئولین بازجویی میکنن، یا از دزد و فلان بازجویی میکنن. همینا رفتن مثلا اسم اون جوونه رو که با چیز با... که کووید هم گرفته بود دادن، حالا اون شده محروم. خب این براش اعتبار درست کردین، این حقوق بیشتری الان میگیره از آخوندا. حالا این خانومه هم لابد پس فردا اینم جزو تحریم ها میره. حالا چه تحریم هایی؟ همین امروز مگه جزو تحریم نبود؟ چطور عربستان، سعودی و عراق اون سفیر ایرانو گذاشتن بره و فلان اینا؟ اصلا اینا به درد عمه من و شما میخوره، این تحریم هایی که اینجوری انجام میدن. تحریم ها فشارش مستقیما رو مردمه، فقط روی مردمه، و افراد باید نادان باشن که از کشورهای دیگه درخواست کنن که تحریم بذاری. یه نفر این وسط درست صحبت کرد، آقای سهراب چمنارا، گفت تحریم های هوشمند. آقا تحریم بذار ببین این آخونده چی میخره اونو چیز کن، نه مردم بدبخت. بعدا میگن نه دروغ میگن، دارو آزاده. آقا برو یه دارو بفرست، برو بفرست ببینم کدوم بانک برای شما چیز میکنه. بمانه. اینم از این ماجرا درباره آقای هوشنگ آریانپور و اینکه دوستان دنبال مقالات آقای آریانپور هستن. یادمه که آقای آریانپور یه وبلاگی یا بلاگی درست کرده بود، مقالاتشو اونجا میذاشت. من حالا سعی میکنم اونو پیدا کنم، اینجا تو فیسبوکم براتون بذارم. یک لحظه من وقت بدید تا برم توی برنامه امروز و ببینم که کجاست. http://utino آقای آریانپور رو خدا رحمت کنه ایشون رو، اگه خدایی هست، اگرم نیست که روانش شاد یا یادش گرامی. میگن نگین روانش هم شاد. اگه راستی دوستان، من وقتی هم راجع به مرده و طلاق و اینا صحبت کردم، اینایی که مثلا دو تا زن دارن، زن اولی مرده رفته زن دومی گرفته، حالا بعد اگه قراره بهشت و جهنمی باشه و نکی منکری باشه و شب اول قبری باشه، این بنده خدا وقتی میمیره حالا میره سراغ این زن دومی، زن اولی، زن سومی. مثلا شاه الان در بهشت یا در جهنم با سریاز، با فوزیه، با اون یکی دیگه کیه؟ حالا خانم فره پهلوی هم بعدن احتمالا بهشون میپیونده، ولی اینم داستان عجیبیه. چطور من دوباره این آقای آریانپور، یک لحظه لایف شو. خب خیلی عجیبه، روزی که من اینا رو میذارم، آها هوشنگ آریانپور، به خودم میگم که این لینک شما اول بذارم اینجا تا پیدا، تا گمش نکردم برای دوستانی که اینجا هستن. دوستان من از شما خواهش میکنم که این برنامه ما رو با دوستان خودتون شیر کنید. بنده خدا آقای اکبری گفت آقا من دیگه از دست سلطنت طلبا میترسم، وحشت دارم فلان. میگه دوربین را میگذارن ساختمان ها که میلگرد ها را ندزدن، شاید نگهبان هم میلگرد ها را بدزد. میگه دوربین میذارن که اگر کسی اومد دزد بود فیلمو نگاه کنن و به اصطلاح ببینن کی برده کجا برده. و این خیلی معمولیه و خیلی مشکلای دیگه داشت این ویدیو، مثلا همین که تاریخ رو ویدیو نیست، چون دوربینایی که فیلم سکیوریتی میگیرن معمولا تاریخ داره. اینجا 7-11 مثلا دوربین داره، وقتی میارن میگه آقا این در ساعت 1:13:50 این دزده اومد تو، توی مثلا 4 دقیقه هم دزدی کردم. و بهتون گفتم یه بار یه جایی که بیچاره میگفتن خود صاحب مغازه اونجا رو آتیش زده به خاطر پول بیمه، از روی دوربین سکیوریتی که اینجا که فیلم میگرفته، شما دوربین سکیوریتی که اینجا فیلم میگیره اینجا هم ضبط میکنه خوب نیست، اگه آتیش گیره همین میسوزه همون. بعضی هاشون هست الان که فیلم میگیره برای شما با کلاود، با اینترنت میفرسته یه جای دیگه، اونجا سیو میشه، اونجا نگه داشته میشه. از اون دیدن که آقا اصلا این مغازه رو بسته رفته، از سطل زباله شروع شده دود بلند شدن. بهتون گفتم شما حتی یه باتری 9 ولتی بندازین یه سطل آشغال، آلومینیوم این ور و ورش باشه، این آلومینیوم وصل بشه به این دوتا سر باتری، چون باتری 9 ولتی دوتا سرش این وره، یه ور بخوره به این، شروع میکنه دود کردن، گرم شدن، آتیش زدن. اینجوری شده بعد پول بیمه و اینا رو بهش داده. بله میگه که آقای شاهین خان، میگه شاهین 2000 حتما ببینید. ما یه رفیق داشتیم با فرخزاد، رفیق بود تو آلمان، میگفت عاشق سعید محمدی بود، ولی خردادیان از فرخزاد خوشش میومد، فرخزاد از خردادیان بعدش میومد، میگفت این چیه همش
خشم آدم چندشش میشه، حالا راست و دور. بله آقای سعید محمدی، این سه قسمت فیلمه، نگاه کن خودش میگه. ولی فرخزاد مثل که از سعیدها خوشش میمده، یه سعید دیگه هم تو اون ماجرا هست که اونم باهاش قهر بوده و بعدم اگه نگاه کنین اون شما برید ببینید دوستان، این قهرمانای پشم و پوشالی که برای ما میسازن، فرخزاد، دکترای فلان، قهرمان ملی، ببینید چه جوری تو این فیلمه میگه که $100,000 از صدام گرفته که به برادر این سعید خان بگه هواپیمای ایران رو، یا تا یه هواپیمای ایران مسافر بری رو هشتن تو عراق نشوندن، ایران هم اومد زد تق چیه رو کشت. بعد میگن تازه بازم گزارش و فیلم جالبیه، سه تا قسمت، قسمت اول دوم سوم، دفتر اول دفتر دوم دفتر آخر، حتما نگاه کنید. نشون میده جامعه هنری لس آنجلس چه افتضاحه و چه خبرها بوده. این آقا اومده پول جمع کنه ببره برای بچه های ایرانی در عراق، بعد 40 نفر، نه یه نفر، نه 4 نفر، 40 نفر اومدن بردنش دادگاه، سوش کردن که آقا این پولای نقد و برداشته برده، یه مش آشغال برده ریخته اونجا. و خود فرخزاد تو همین فیلم توی برنامه میگه به من گفتن من لباساشون رو دزدیدم. خود همین دلیل بر این هست که فرخزاد میخواد یه چیزی رو پنهان کنه. کاغذایی که درست کرده، 28,000 دلار اینجا دادم، $30,000 اونجا منتقل کردم، کاغذا با امضای قلابی دیگران هست. بعد فرخزاد میگه اینا به من گفتن تو لباس دزدیدی، لباسا رو هیچ خری نمیپوشه. یکی بهش میگه آخه آقای دکتر اقتصاد فلان، خواننده، شاعر، هنرمند، احمق، تو به مردم گفتی من این لباسا رو میخوام ببرم برای ایرانیهای اسیر، بعد حالا میگه این لباسا رو هیچ خری نمیپوشه. بعدم برید حرفای مادرشو گوش کنید که میگه این فرخزاد از آخوندا مسلمون تره، میگه شب باید حضرت علی بالای سرش بوده، قرآن بوده، صبح هم بلند میشده با قرآن و با حضرت علی اول لاس میزده بعدن روزشو شروع میکرده. آقا خانم کارمون خیلی خرابه. شما نگاه کنید این ماجرای معلمای بیچاره، یک عمر به من و شما گفتن علم بهتر است یا ثروت. حالا همین معلمه برای ثروت میره وای میسه، اعتصاب میکنه، اعتراض میکنه، تازه بچه هاشون هم میبرن. بزرگترین اشتباه اینه که شما بچه ها رو ببری در تظاهرات، ببری در اعتصابات که نمیتونن. اعتصاب مال کسی که کار میکنه، معلم که اعتصاب نمیکنه که. معلم اگه بره تظاهرات اونجا، اون وقت میتونه مثلا به شاگردایی که بالای 16 سال هستن بگی شما بیان به ما بپیوندی. ولی معلمی که میره میگه من تو دبستان درس میدم، چرا حقوق من اندازه استاد دانشگاه نیست؟ یعنی این دنبال فکر کمونیستیه که میخواد همه یه جور حقوق بگیرن. کمونیستی که خب نمیاد آقای سعید مدانلو و دیگران نمیان صحبت کنن، به ما یاد بدن آقا این کمونیستی که شما دنبالشین تو کدوم کشور راه افتاد نتیجه داد. اگه تو هیچ کشوری راه نیفتاده نتیجه نداده، بهتر نیست شما با همین حکومت‌های دموکراتیک نیمبندی که راه افتاده نتیجه داده، خدامون یا خودمونا چی میگه؟ تهرونی‌ها میگن خدامون، ما میگیم خودمون داریم ازش استفاده میکنیم، چه تو آلمان که باشیم، چه تو اروپا که باشیم، چه تو آمریکا که باشیم، حالا یه خدمات سوشالیسته، یه خدمات به اصطلاح همین کمک‌های اجتماعی که بازم همینم سوشالیسم میشه. اینم از این. خب این از این دوربین و موربین و اینها. بله میگه 40 نفر از فرخزاد شکایت کردن. بله اون آقا هم که اصلش اون شروع کرده بوده، چون اون برادر شریفزاده فکر کنم اگه اشتباه نکنم، اون برادرش تو عراق اسیر بوده، رفته دنبالش اومده. اینجا هم رسمه، اینجا وقتی یک کسی یک جنبشی داره میره از یک آدم معروف، هیچ اشکالی هم نداره به اون پول بده، هیچ اشکالی هم نداره بگه آقا شما بیا تو این برنامه، ما از هر $1,000 که جمع کردیم به شما $200 میدیم، 20% چه میدیم به شما، این اشکال نداره. ولی اگه اون بیاد بگه من پول نمیخوام، ولی پولا رو بدن دستش، یه دفعه $30,000، $30,000 هم دوستان سال 1369 و اینا برای افراد معمولی زیاد بود، برای هنرمندایی که نمیتونستن این برابر کنسرت بذارن زیاد بود. حالا شما یه دفعه رضا پهلوی رو میبینی 62 میلیون پول داشته، بعد میگم چی نجوا 62 میلیون، ولی این سربی میبینی، این سربی اومد خارج $1,000 پول گرفته بود،
ولی من 62 میلیون. اینجوری خب باورتون میشه تو کار تلویزیون این کارو میکنن؟ وقتی میخوام برن جلو دوربین میزنن به خودشون، کشتیگیرام این کارو میکنن، کشتیگیرای آمریکایی خودشونو میزنن که عصبانی بشن، باورتون میشه؟ ولی تلویزیونی ها خودشونو میزنن. اون بود که میگم من به سیلی روی خود سرخ میکنم که روشون سرخ بشه، به غیر از این که حالا اینقدر ماتیک و سرخاب و نمیدونم پودر و مودر و چقدر ژل میزنن و اینا. ما ژلی نداریم، ما ماکسیمومش این آبی که میخوایم بخوریم، یک کم میریزیم تو دستمون، خیس که شد اینجوریش میمالیم به موهامون، میایم جلو. همینه که هست، میخواهید نخوا، میخواهید بخوا، نمیخواهی نخوا. خب کی این معلم ها گفتن حقوق مساوی با استاد دانشگاه میخوان؟ الهی خانم یه مقداری بیشتر بخونید راجع به رتبه بندی. 10 سال، 10 سال معلم ها، من خودم دبیر بودم توی ایران و از 16 سالگی هم معلم بودم، معلم بودم بعد دبیر شدم. 10 سال معلم ها دنبال یه چیزی هستن به نام رتبه بندی و اینی که من خوندم از روی اینترنته که میگه اونی که معلم مدرسن با استاد دانشگاه باید از یه جا نون بخرن، در صورتی که اینجوری نیست. اونی که معلم مدرسه است شیخ علی چوپون زندگی میکنه، اون استاد دانشگاه باقرم شیراز زندگی میکنه. چی شد؟ این دوربین ما قش رفت. یه لحظه اجازه بدین سوربی با مردم پلیر دو رو براتون بیارم. بله اینم اینجوریه دیگه، پلیر دو. اوکی خب این هم گفت از چیه شیخ ما چه عجب، مشت را باز کرد و گفت یک وجب، از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. بذارید من این عوض کنم با این دوربین قبلی، احتمالاً الان شما حتی متوجه به اصطلاح تعویض رنگ و اینا اینم میشید و چرا این اینجوری شده I really don't know. ما هستیم اینجا، چرا این پس اون آورده بود من نمیدانم. خب من نمیدانم که در پشت این ماجرا چه میگذره. بله و بیام جلوتر، نمیدونم چرا اینجوری شد. این ستینگ اوتوماتیک، این چیزای آتو خیلی بده. آها این رفته رو اوتوماتیک. ببینید چیزای آتو اگه یکم گرم میشه خاموش میکنه، اگه یه مدت زمانی میگذره خودش دلش میخواد فلان میکنه. بگذاریم حالا ببینیم چه خواهد شد یا چه شده. مثل که درست شد، فعلا برگشتیم تا بعد و امروز با آقای نیساری هستیم. هفته آینده 26 که میشه آخرین برنامه امسال، حسن ختام برنامه ها با آقای مهدی مهران نژاد هستیم که این کتاب رو نوشته به نام ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. این رو اگه کسی خونده، اگر مثل من اشکالاتی ازش داره و گرفته، میتونه برای من سوال بفرسته. من این سوالا رو از آقای مهران نژاد هفته آینده میپرسم. شاید یه روزی هم دوباره برگردیم به همون روش قدیم که برنامه ها تلفن بگیریم و اینا، ولی wasting time بود، یعنی تلف کردن وقت بود. آقای حمید نجاری زنگ میزد، آقای محمد تیرانداز زنگ میزد و هیچی دیگه، ما اینجا شده بودیم تلفن چی. خب بله خانم الهه، خانم دانشزاده، بله برید یه کمی مطالعه کنید راجع به خواسته اونها برای من بفرستید. اگر من اشتباه کرده باشم میگم، ولی باز برگردید به این شوخی که من گفتم علم بهتر است یا ثروت. حالا خود اونایی که به ما گفتن و بنویسیم میان اعتراض میکنن، اعتراض حقشونه، حق هر کسی هست اعتراض کنه. روحانی حماقت کرد، گفت دبیر و معلم میاد میگه که حقوقمون کمه، خواه حقوقتون کمه کار نکنین. عجب خنگی بوده این دیگه. حالا رفت دیگه، راحت شدیم، بذار ببینیم این یکی چی کار میکنه. یکی نوشته بود آقا اگر بادمجونم شما بکاری تو 5 ماه ثمر نمیده. منظورش این بود که 5 ماه گذشته از رئیس جمهور بودن رئیسی و اینقدر ازش انتظار نداشته باشی. آقای جوان، دوست گرامی، ما از اینا انتظار نداریم، چون همه اینا دروغ میگن. خودشونن که میان به مردم میگن که ما در عرض 3 روز،
ما در عرض 5 هفته، ما در عرض ماه ما اول همه چیزها رو درست میکنیم. اون وقت مردم میان شاکی میشن، سوال میکنن آقا چرا اینجوریه. خیلی ممنون آقای زمانیان، گفته که آقا من با شما ممکنه سر مسائل اختلاف داشته باشم، ولی از این که به اصطلاح شما فیر هستی، عادل هستی، اگه یه بدی رو میگی خوبیش هم میگی. ماجرای اصفهان، این که من اونجا دانشجو که بودم نجف آباد به اصطلاح میمدم اصفهان روزای جمعه و میدیدم که توی اون والیبال بازی میکنن، فوتبال، گل کوچکی بازی میکنن و اینها، و رودخونه خشک هم اونجا هست، هم شیراز هست، هم اینجا هست، ولی از این که اونا هم بد سدسازی کردن و خراب کردن هیچ حرفی توش نیست. اشکال ما اینه که دو طرف دروغ میگن. حکومت آخوندی دروغ میگه، مسیح علی نژاد و باطبی و گنجی و نمیدونم فخرآور و اینا هم دروغ میگن. شما این وسط وای میسی میگی چه باید کرد، چه کسی رو قبول کنم. این بود که زبون زد داریم یا ضرب المثل داریم که آدم به چشم خودشو، به گوش خودش هم نمیتونه دیگه اطمینان کنه. یعنی با چشم خودت دیدی، با گوش خودت شنیدی، ولی بازم میگی نمیدونم. حالا شما چی فکر میکنید؟ این خانم گوهر عشقی دوتا موتوری اومدن زدن بهش، چشمشو، صورتشو اینا اینجوری شده و داشته میرفته امامزاده، یا با عصا داشته راه میرفته میخواسته هم بره واکسن دوم بزنه افتاده روی میلگردا اونجوری شده، چه کسی رو باید باور کنیم؟ و اما تو صحبتهای آقای اکبری ایشون گفت که با دکتر انقطاع صحبت کرده. دکتر انقطاع یکی از افرادی بود که میدونست که شاه دیپلم نداره و به منم گفت بله شاه دیپلم نگرف هیچ وقت. بعد یکی از کسانی بود که باور داشت که شاه آدم ترسویی بوده، به کار حکومت نمیخورده. ولی آقای انقطاع اگه اشتباه نکنم ایشون بهایی هم بود، میترسید. خودش تو تلفن به من گفت که من از این سلطنت طلبای شاه اللهی لس آنجلس میترسم اینجا چیزی بگم. حالا ایشون میگه تو کتابش حتی نوشته خلیج، ننوشته خلیج فارس. خب کتابرم لابد آقای خلیلی چاپ کرده براش انتشارات کتاب، بیژن خلیلی، لابد اون گفته بابا خلیج فارس چیه، فعلا بهش بگیم خلیج، شاید یه روز اسرائیل اومد اونجا هم گرفت شد خلیج اسرائیل. من هفته پیش، 3-4 روز پیش بود، آمدم نوشتم که پرژن یا ایران، به نظر من هر حکومتی بعد از آخوندا بیاد، برای این که دیگه حالا وقتی ما میگیم ایران هی نگن کمینی، صدام، بکنیمش آقا پرژیا. آقا ملت ریختن حمله، طرف دوست منه، کرده، از دانمارک، زن دانمارکی داره، فوش، نمیدونم مواد کشیدی، مواد، زنگ زدم بهش میگم آقا شما اینجوری میخواین ایران رو آباد کنید؟ بعد شما که کرد هستی، منی که کردستان خدمت کردم، منی که میدونم کردا هر کی بهشون پول داد میرن طرف اون. یه دوستی داریم اینجا آقای رحیم، رشید رحیمی، یا برو ببین چه جوری از این جلسه میپره تو اون جلسه، از این دلون. تاریخچه کردا رو بخونی، تاریخشون رو بخونی، بعد بهش میگم آقا شما که اعتراض داری ایران بشه پرژیا، چرا میگی کردستان؟ بگو ایرانستان. چرا میگی بلوچستان؟ چرا میگی لرستان؟ اونا رو هم بگو ایرانستان، چون وقتی میگی لرستان یعنی به لر بودنت افتخار میکنی، وقتی میگی بلوچستان به بلوچ بودنت افتخار میکنی، وقتی میگی کردستان به کرد بودن افتخار میکنی. میمونن توش. بعد گفتم آقا میدونی چه سلا، اصلا من ورش میدارم، این شاهین مونده بود اونجا، میخندید میگو آقا کی به کیه، چی شد، ما اومدیم یکم تاریخ یاد بگیریم. بابا جوونه، طرف 40 سالشه، میخواد ببینه چی شد. پرژن گلف، برید مصاحبه شاه رو با مایک والاس نگاه کنید. مایک والاس میگه خلیج، شاه جلوش میگیره، میگه خلیج چی؟ میگه پرژن گلف. میگه کجا درس خوندی؟ چی نوشته بود؟ میگه تو کتابا نوشته بود پرژن. گفت خب چرا نگفتی پرژن؟ وقت بابای همین شاه اومد دستور داد اسمشو کنید ایران، به خاطر این بود که میخواست چاپلوسی کنه با هیتلر که اگه تو نژاد جرمن هستی ما هم نژاد آریان هستیم. دوستانی که فکر میکنید پرژن نژاد پرستیه، خود ایران یعنی چی؟
ایران یعنی سرزمین آریایی ها. اوکی؟ اتفاقا یه ویدیوی هست مال یه آقایی که زنه، به اینا ترنز میگن، مثل که ترنسجندر، میگه که من ترنز آریایی ایرانیم. بعد طرف میگه خال با این لباس ها چرا میای تو کوچه؟ میگه میخوام که نمیدونم فلان کنم. بعد میگه حالا دنبال شوهر میگردی؟ میگه بله میخوام شوهر کنم. میگه خب تو که مردی؟ میگه نه من زنم، تو قالب مرد اسیر شده. والا این ایرانی که من از دور میبینم، من یکی خیلی خوشحالم که بیرونم، خیلی هم خوشحالم که دیگه بر نمیگردم اونجا. اوکی، پیام آقای اکبری بوشهری رو پخش کردم، مستند شرقی غمگین، ویدیوی مستند از رادیو فردا رو بهتون نشون بدم، برید روی مردمریپورت.com نگاه کنید. اینجا بنویسیم یه لینک مردمریپورت.com رو هم بیارم بذارم. من خیلی تنبلم اون وقتا برای همه، برای دیگران ما میگن برای دیگران ماماست، نمیدونم مادره، برای خودش چی میگن دایه میشه. ببینید دوستان، این مردمریپورت.com کامرای دو اینجا رو نگاه کنید یه لحظه دیگه، اینه، این بالا میبینید آدرس مردمریپورت.com، اینه که کلیک کردین این میاد، آخرین برنامه من معمولا میاد اینجا، پخش زنده اینجاست، شما هم میتونید ویدیوهاتون رو اینجا بذارید، ولی فعلا من این ویدیو رو گذاشتم و 3 تا ویدیوه، اینه که میزنی این بیاد، بعد این میاد، بعد این یکشه، این پایین مینویسه یکشه، خلاصه یک کمی این ماوستون رو بچرخونی. اون جوکه بود گفت آقا از اون بالا چه کار میکنی؟ اگه آب میپاشی بچرخون، بچرخونش. اینم از این ماجرا. ساعت 2:47 دقیقه، 13 دقیقه دیگه میریم با آقای نیساری ببینیم آقا چی شد، چه خبر شده در ایران. لست اوکی بینیسیم، مرسی بکو، بله اوکی، مرسی، تانکس، متشکریم. هم به انگلیسی نوشتیم هم به فارسی نوشتیم. وی ترانسفر، اینم میگه که بله داونلودد. اوکی ببینیم شد یا نشد. آره وقتی فرستادم برای این دوستان گفتن که صدا نداره. دوستان پروگرامی هست که برنامه های ویدیو های فیسبوک رو بشه خیلی راحت دانلود کنید. میدونم شما وقتی ویدیوی فیسبوک هست اون 3 تا نقطه بالا، این 3 تا نقطه بالا هم خیلی مسخره است، اول 3 تا خط بود حالا شده 3 تا نقطه، اون وقتا علامت یه چرخ دنده بود، یعنی ستینگ و اینها. بهتون اینا الان من نشون میدم، یه لحظه نگاه کنید. مثلا این ویدیوی قبلی که با آقای ادوارد ترمادو بودیم، اینو بهتون نشون میدم، نگاه کنید اینجا اینه. اوکی کامرای دو دوباره اینجا ببینید. دوستان شما یه برنامه‌ای که هست این علامت رو اینجا میبینید، این یعنی ویدیو لایو هم بوده، فکر کنم همه ویدیوها با این علامت پلی یا دکمه حرکت و اینا میاد. شما این بالا رو میبینید، اینجا اگه کلیک کنید بهتون میگه اینو پین کن، اینو سیو کن. حالا من چون دوستمون گفت صدا نداره سیوش کردم، حالا میگه ان سیو. حالا سیوش که میکنید برای خودتون میمونه، میتونید اونو استفاده کنید، فرمتشو چیزاشو خبر ندارم. خلاصه گاهی وقتی یه تکونی به خودتون بدید، یه نگاهی اینور اونور بکنید، هیچ اشکالی نداره. یه چیزی یاد بگیرید، طرف گفت آقا مغزتو انقدر نو و دست نخورده نیزار برای اون دنیا. خب میگه بیا بابا، اینم محمد ایرانی. واقعا اگه من دوستانی مثل ایشون داشته باشم اصلا احتیاج به دشمن ندارم. ما یه ساعت گلو خودمون رو پاره کردیم به مردم میگیم که یه فیلمی هست رادیو فردا ساختتش، ما لینکشو گذاشتیم روی مردم ریپورت، برید اونجا ببینید. این دوست ما میگه آقا لینکش تو رادیو فردا هم هست. ببینید دوستان، اینم مثل اون دوستایی که اولا این محمد من نمیدونم چرا عکس زنا رو میذاره. آقای محمد اگه درستش نکنی من شما رو بلاک میکنم، اگر اقلا عکسی مردی رو بذار. وقت در هر صورت نمیدونم، واقعا من موندم که با این دوستان ایرانی چه باید کرد، چه باید کرد با همدیگه.
میگم آقا احتیاج به آخوند و شاو و ساواک و وزارت ارشاد نیست، ما هم دیگر رو سانسور میکنیم. طرف فوش فضیم، میگم آقا مردی که تو نیذاشتی یک دقیقه این بمونه بخونی، برو بخون بعد بیا نظر بده. بعد ببینیش نه، به نظر من باید بگیم از این به بعد ایران ایران ایران. منم میگم اوکی، یه علامت اوکی میزنم. چرا فوش میدی؟ خب چه کار میکنی شما؟ این کاری که میکنی من ورش میدارم. میگم آقا گور پدرش این خره، برای خران چه کابرن چه زعفران. شیرازی میگیم برای خرون چه کابری چه زعفرون. میگم این خره نمیفهمه، الاغه. همین ایران باشه که به هر کی میگه ایران میگه او عراق صدام، میگم نه پدر سوخته. پرژیا میگه او پرژیا. حالا برید بخونید راجبش، برید نامه پیدا کنید ببینید قبل از بالاخره 2300 سال اقلا قدمت این نامه نگاری و سفارت ها و نمیدونم اینا هست، ببینیم کجا به کجا بوده، چی بوده، چی مینوشتن، اسم پرژیا چیه تو یونایتد نیشن سازمان ملل، به چه اسمی به ثبت رسیده. الان که خب میگه جمهوری اسلامی ایران، اصلش چجوری بوده؟ روزی که نشستن گفتن 200 تا کشور داریم، این کشورها اسامیشون چجوری؟ هیچ، فوش خار ماده. بعدم میگه شما نمیدونی، همین دوست کردمون آقای هاشمی میگه شما نمیدونی آقا چه بلایی به سر ما میارن پرژیانا. میگم پرژیانا شما برو یقه رهبران کرد بگی ببین چرا این رهبران کرد یه روز اسلحه میکشن برای شاه، یه روز میکشن برای صدام، یه روز میرن برای اسرائیل، یه روز میرن برای اون. شما باورت میشه من اولین کسی بودم که به دوستان کرد برنامه دادم؟ هیچ کی بهشون برنامه نمیداد. یکی میگه این چپه، یکی میگه کمونیسته، یکی میگه آقا اینا با هم اسلحه فلان امسال. بعد با همون آقا سعیدی که برنامه دادم، بعد من گفتم آقا خب الحمدلله نمیدونم وضع چی نه نوشته بودم مثلا حمایت کنید، نوشته بود آها مثل که آخوندها پول کم میدن. آخه نامرد جاکش احمق، اگه آخوندها پول میدادن همه تون با کلاشینکوف میرفتید وای میسادید منتظر اونا. شما که دیگه امتحانتون پس دادید، بگذارید خودتو ناراحت نکن. تازه ایران جا افتاده ولی که هم پرژیا درسته هم ایران. خیلی ممنون. آقای محمد ایرانی میگه تازه ایران. آقا محمد هم قشنگ دوتا ام بذار، تشدید بذار. اون دوستان بنویسید توی فیسبوک ایرانی، ببینید چند هزار تا ما فامیل ایرانی داریم. از بس همه نوشتن ایرانی، دیگه اگه یه بیچاره هم فامیلش ایرانی باشه نمیدونم. ممنونم، متشکرم. یا آقا یا خانم، بابا محمد ایرانیه میزنی عکس یه خانومی. حالا ما یه تبلیغ هم برای شما مجانی کنیم، اقلا ما چه کار میکنیم؟ ما میایم شما رو پروموت میکنیم، نه که میام این برنامه رو نگاه میکنم میگم برو رادیو فردا. عجب اصلا موندم توش، واقعا نمیدونم چی بگم. 2:54 بهتر همون که آقای نیساری بیاد یه مقداری صحبت کنه تا ما هم اینجا یک جرعه ای آب بنوشیم. و اما خب یه چند تا عکس خیلی خوب دارم بذارید بهتون نشون بدم. این یکی وردارم، این یک دو، این دوتا رو وردارم، سه تا عکس اینجا گذاشتم، اینا دیگه الان موضوعش کهنه شده، وردارم. اینایی که ویندو 11 استفاده میکنید دیدید حالا دیگه برای پاک کردن اومده یه سطل آشغال. خب درست سطل آشغال همیشه یعنی دیلیت، ولی آقا عادت کردیم ما از سال 1995 فکر کنم ویندو 95 شروع شد، بعد دیگه ویندو 2000 و ویندو XP و ویندو ویستا و ویندو 7 و 8 و نمیدونم 9 که اینقدر بد بود که اصلا نیمد 10 حالا 11. چرا اینا هی عوض میکنن؟ همین فیسبوک کوفتی میبینید یه روز چیزه رو برمیداره میذاره سمت چپ، یه روز چیزه رو برمیداره میذاره سمت راست. اینا میخوان به آقای مارک بگن ما امروز اومدیم سر کار یه کاری انجام دادیم. اگه چی کار کردیم میگه آقا این از اینجا برشتم گذاشتم اونجا. این ماجرای آفتابدار مسجد شاه بوده، طرف میخواد بره توالت، حالا خیلی هم عجله داشته، آفتابه رو برمیداره، اون موقعی بود که پلاستیکی شده بود قرمز، میگه آقا این قرمزه رو بذار پایین، اون آبیه رو بردار. میگه آقا چه فرقی میکنه؟ میگه خب آقا پس شما بگو ما بی خود اینجا نشستیم. بعضی وقتا اینجوریه ایرادا. مرسی، متشکرم دوستان. آخر سال، اول نمیدونم زمستانه، هرچی که بگید،
حمایت از تلویزیون مردم یادتون نره. یکی از عکس 1400، چرا من این عکس اسمشو اینجا نوشتم نمیدونم خودم، ولی اینجا حالا میزنیم 1400 ببینیم 1400 چی پیدا میشه. آهان، این که مال یکیش مال رجویه، خیلی جالبه. بذارید من اینو بهتون نشون بدم که قبلا هم فکر کنم دیدیم اینو. اجازه بدید من اینجوری براتون تمام صفحه رو بیارم. خیلی عکس قشنگیه واقعا. این که میگن یه نقاشی یه عکس قد 1000 تا کلمه کار میکنه، اینه. نگاه کنید، حالا یه لوله آبی داره میاد. مسعود خان رجوی میگه این هر وقت میگه کی میان ایران رو نجات بدید پیروز بشید، مؤسس پنجم. بعد این میگه هر وقت این پر بشه، حالا این صافیه یا به قول شیرازی ها ترش باله که همون تراوش پیاله هست، بگذاریم. و عکس بعدیش من ببینم میتونم اینجوری بیارم. آها، اینم عکس بعدیه، لایحه بودجه 1400. بذارید من ببینم میتونم اندازه خود عکس ها میبینید، یکش مربعه یکش مستطیله، بله یکش هم اینه. خب لایحه بودجه 1401، لایحه بودجه از طرف دولت تازه دستشو کرده تو جیب مردم، مردمی که لباساشون اینجوری وصله‌ای و پاره پوره هست و آقای سبد گرفته دست بره فروشگاه. آقای ایرانی میگه به من گیر نده استاد، دمت گرم، لطف کن به من نگو استاد، سعی کنید به این و اون همینجوری الکی استاد استاد نگید. ولی چشم، ممنونم، سعی میکنم در سال آینده به دوستان کمتر گیر بدم و بیشتر یقه دشمنانو بگیرم. خب ما مثل سگ نازیاباد هستیم دیگه، غریب خودی نمی کنیم، همه رو میگیریم. بیاریم سراغ آقای، اینم دوتا عکس 1400 بهتون نشون دادم، هنوز 2:57 از 3 دقیقه مونده. حالا ما اینگه میخواد موشک هوا کنیم، موشک هوا کردن ایران دیده بودید؟ شمرد از 10 9 8 7 5 4 3 2 فلان یا بزد، هیچ اتفاق نیفتاد. دوباره گفت 3 2 1، از رو هم نمیرن اینا، پر رویشونه که پایدار بودن و پوشالی بودن کمپوزیسیون. شما همین فیلم فرخزاد رو نگاه کن، این یه نمونه کمپوزیسیونه. ما چه شور و حالی میمد، میگفت برید بزنید بگیرید. چرا؟ چون ارکستر یه مشتی آدمی بودن که اینا بهشون پول نداده بودن، دلشون خوش بود که میان با فرخزاد میزنن. یکیش از سر کار اومده بود، یکیش دیر اومده بود، راش دور بود، بعد حالا تا میخوان کوک کنن قربونش برم. کوک کردن کنسرت ایرانیام که از آقای کاووسی بپرس، کاووسی میخنده چون تنبکش میگیره دستش تو این کنسرت ها، یه گاهی وقتی میمالتش. ولی اونا دو بده یه دو بده یه دو بده یه لو بده یه فلان بده. اون وقت آمریکایی‌ها رو نگاه کنید، میان با هم دیگه 40 نفر، چند تا موزیک مختلف، چند تا خواننده مختلف، نه اون به اون میگه دو بده، نه اون به اون میگه گو بده. ضمن آقای کاووسی کووید گرفته، عکسش هم گذاشته بود توی فیسبوک، نوشتم اون بود، میگه خدا بد نده، گفت خدا بد نداده خودم بد دادم، گفتم چی شده، گفت کووید گرفتم، امیدوارم به زودی حالش خوب بشه. هی رفیق بدون چتر کنارم قدم نزن، خیس دلتنگی هایم میشوی، دنیای من ابریتر از آن است که فکر، ای خدا ذلیلت نکنه، خدا خفت نکنه تا خودم خفت کنم، ای کاش 6 ماه این شعر گفتن، کاس شعر گفتن اینا رو از ما ایرانی ها بگیرن تا ما خیلی صاف ساده رو راست با هم صحبت کنیم، حرف بزنیم، حرف همدیگر هم بفهمیم. بریم دیگه سراغ آقای فرزاد نیساری، ببینیم ایشون چی میگه و به حرف ایشون یا درد دل ایشون هم گوش کنیم. مثل همیشه تصویر عالی، و اجازه بدید من فقط تصویر ایشون رو بگیرم بدم به سیستممون، چون داشتم عکس نشون میدادم. بله سلکت ایریا. خب آقای فرزاد نیساری، همشهری عزیز و گرامی خودم، من ساکت میشم، شما بفرمایید ببینیم که در این چند هفتهی که گذشت ایران چه اتفاقای افتاد، این ماجرایی که یکی میاد اون یکی میگه دروغ گفته، چه کسی رو باید باور کنیم و چه باید کرد، و چرا آخوندا آقای نیساری با این همه مشکلات، با این همه معضلات، با این
همه کمبودهایی که وجود داره، با این همه تحریمات هنوز قدرت رو دارن و وایسادن. این شما دوست عزیز و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. بفرمایید آقای نیساری. با سپاس از شما صدا میاد؟ بله قربان بفرمایید. بسیار عالی. با درود بر شما و بینندگان گرامی، با درود بر هم میهنان گرامیم، درود بر آنها که به من درس انسانیت و آزادگی آموختند، به ویژه درودی گرم از راه دور بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسند. فرزاد نیکساری هستم از ایل قشقایی، خدمتگزار مردم ایران. ببینید دوستان، مسائل درون ایران مسائلی نیست که توسط یک آخوند و یا دو آخوند به وجود آمده باشه و این مسائل برمیگرده به اربابانی که پشت پرده نشستن و به اینها آموزش میدن و راه چاره رو به اینها نشون میدن. شما اگر برگردید و به اصطلاح تجربه غرب رو به ویژه از سالهای 1800 به بعد، در حقیقت از انقلاب فرانسه به بعد و دقت کنید، به ویژه در از سالهای 1800 به بعد در غرب، مثلا انگلستان و یا آمریکا و جاهای دیگه، خواهید دید که این کشورهای غربی در رابطه با کنترل قدرت خودشون چه به اصطلاح تجارب وسیعی به دست آوردن و به ویژه در رابطه با درگیری با مبارزات کارگری به چه تحقیق تونستن اینها رو سرکوب کنن و یا با ایجاد به اصطلاح دو دستگی اینها رو خاموش کنن. بنابراین در رابطه با ایران هم فرقی نمی کنه. گنج بسیار عظیم است، ثروت بسیار عظیم است و این ثروت عظیم به هیچ وجه من الوجوهی نباید به دست مردم ایران برسه و زیر دندون اونها مزه کنه. برای اینکه اگر این کار صورت بگیره و اونها ببینن که چی دارند و چی ندارند، دیگه فرزند گرسنه و پاپتی ما در مسجد سلیمان بغل دست دکلهای نفتی حاضر به پذیرش زندگی زیر کپر و زیر چادر و یا بدون کفش راه رفتن نخواهد بود. بنابراین موقعیت غرب و موقعیت اونهایی که منفعت ایران رو الان نزدیک 150 سال هست مستقیم دارن میدوزدن با عواملی که دارند به هم میخوره. بنابراین مسئله رو ما نبایستی ساده بگیریم. در درون ایران متاسفانه ما یک نقص بسیار سنگین داریم و اون اعتقاد سنگین مردم به مذهبی است بسیار واپسگرا که خود زن رو که ما میگیم زیر ستم مضاعف هست واداشته که هر روز حتی در مقابله با این رژیم و در راه درخواست حق حقوقش هنوز با الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه و این متاسفانه نقص بسیار بزرگی هست و دولت‌های اجنبی سعی کردن از این مسئله به صورت بسیار کاملی استفاده کنن و این به نفعشون بوده، کما اینکه اونها در رابطه با حوزه‌هایی همچون حوزه علمیه قم با کمک رضا قلدر بزدل هم این ریشه رو به اصطلاح سنگین‌تر کردن و کار به جایی رسیدی که الان ما هستیم. بنابراین با ایجاد با گلالود کردن این آب در درون ایران، همون کسانی رو که شما نام می بردید به نام آقای به اصطلاح کسانی که میان در حقیقت از یک طرف به نل می زنن از یک طرف به میخ ولی در حقیقت عضو خود جمهوری اسلامی هستند، اینها رو می کشن جلو و این آب رو گلالود می کنن به حدی که ما نمی تونیم حتی مادری که فرزندش رو اینها اعدام کردند ما رو به شک میندازه که آیا این حقیقت رو میگه یا نه. البته من شکی در این مسئله ندارم که این رژیم یک رژیم سرکوبگر، یک رژیم انسانکش، یک رژیم بسیار دست نشانده و گماشته اجنبی است. هیچ شکی من از بدو وجود اینها هیچ شکی در اینها نداشتم و هنوز هم ندارم. این هست که اینها قمع به دستی هستند، همون لات و الواتی هستند که سر کوچه ایستادن با یک به اصطلاح تبرزین و یک خنجر و یک قمه و هر انسانی رو که بخواد رد بشه از ترس این که نکنه یه دفعه اینها بهش چاقو بزنن ساکت میاد ساکت میره و این راه درستی نیست و جوانهای ما بایستی با هم دیگه متحد بشن و این رژیم رو ریشه‌کن کنن. اما ریشه‌کن کردن به اصطلاح قیمومیت اجنبی به همین سادگی نیست. ببینید زمانی که رضا قلدر بزدل رو بر سر کار گذاشتن در حقیقت کودتای این جناب بر علیه قاجار نبود، قاجار
15 سال بود که در حقیقت از قدرت افتاده بود و قدرت دست مجلس و دست مردم بود. انقلاب مشروطه صورت گرفته بود. ایشون رو واداشتن بر علیه انقلاب مشروطه به اصطلاح کودتا کنه و پشت سر اون هر انسان فهمیده‌ای، هر انسانی که مغزش به جایی میرسید رو به صورتی به یا اعدام کرد یا بالای دار کشید یا در زندان انداخت و از بین برد. یکی از مسائلی که همیشه من رو به فکر کردن در رابطه با این رضا قلدر بزدل وامی داشت این بود که کسانی رو که از خارج تحصیل کرده بودن و برگشته بودن، کسی مثل به اصطلاح یک دکتری بود که این نابغه شیمی در جز گروه 53 نفر بود و ایشون رتبه اول رشته شیمی در دانشگاه های آلمان شده بود. ایشون رو وقتی برگردوندن با 53 نفر سعی کردن حزب و تشکیلاتی تشکیل بدن و آقای رضا قلدر بزدل به دستور اجنبی و ارباباش اینها رو زندانی کرد که در زندان تیفوس بگیرن و بمیرن و به نحوی از آنها اینها رو از بین برد و در کنار اونها حتی کسانی رو که نزدیک خودش بودن و سرشون به تنشون میارزید اونها رو یک به یک از بین بردن. این کار کار اجنبی است و علت هم بسیار مهم است. برای اینکه از زمانی که بشر ماشین رو ابداع کرد استفاده از خر و الاغ رو کنار گذاشت به جز مراسم ورزشی، زمانی که هواپیما رو به اصطلاح اختراع کرد مسافرت با کشتی به اصطلاح دموده شد و اون رو کنار گذاشت و اکثرا با هواپیما سفر میکنن منهای سفرهای تفریحی و هر جایی که علم اینها تونستن توسعه بدن در حقیقت گذشته رو کنار گذاشتن و به جلو حرکت کردن و علت پیشرفت اینها همین است. زمانی که نیوتن آمد و قوانین فیزیک و قوانین ریاضیات رو پیاده کرد اینها شروع کردن به تأسیس حوزه‌های علمی و به اصطلاح بهش ساینتیفیک سوسایتی، حوزه‌های علمی. صدای من میاد؟ بله بله. میپیچه صدای من؟ اینجا من مشکلی ندارم، اگه اونجا صدا میپیچه میخواین موقعی که صحبت میکنین صدای اسپیکرتون رو کم کنین. بسیار، یک لحظه. یا اگر گوشی و دهنی دارید از اونها استفاده کنید. اینجا بهش میگن ایر باد، اونجا چی میگن؟ یه صدایی اونجا داره میاد مثل که برنامه یه جایی برنامه همین خودتون روشنه، حالا یا مردم تیوی دات کامو دارید، چون من الان میکروفون اینجا خیلی صدا رو بردم، مثلا تلفنتون ممکنه چیز کنه. نه اوکی، حالا صحبت کنید شما ببینید اون مشکل برطرف شد اونجا. نه صدا خیلی کم شده، من فکر کنم این سیستمتون هنوز فکر میکنه از اون میکروفون دارید استفاده میکنید. بله، بذارید من هم اینجا یه چیزی به دوستان نشون بدم که این گوشی ها هم برای رانندگی هست هم یه لحظه اجازه داشته باشید. ببخش اجازه بدید من اجازه داشته باشم از شما یه لحظه. ببینید دوستان، مخصوصا این روزا برای رانندگی و برای این برنامه هایی که میخواین برای جاهای دیگه پر کنید بفرستید اینا، از این گوشی ها استفاده کنید. سیم نداره، بعد این میره پشت گوشتون، حتی ورزش کنید نمیدوه، نمیفته، بدو اینا خیس بشه اشکالی پیش نمیاره. حسنش اینه که میکروفون و گوشی اینجاست، شما اگه تلفنتون هم بذارید اونجا با مردم صحبت کنید این پیچش صدا و اینا ایجاد نمیشه. در صورت اینم یه تبلیغی برای تلویزیون مردم، من چند تا از اینا رو دارم، اگه کسی مایل هست میتونه سفارش بده. خب آقای نیساری من ساکت میشم، شما صحبت کنید ببینم، امیدوارم اون مشکل برطرف شده باشه. نه این صدا کم شد، بذارید دوباره زنگ بزنیم، من قطع کنم شما به ما زنگ بزنید، اصلا کم شد. دوستان عزیز، این مشکلات در برنامه های زنده معمولیه و حتی تو برنامه های ضبط شده و اینا هم بعض وقتا این اشکالا پیش میاد، ولی برنامه زنده این اشکالات رو معمولا داره که
اون ضرب المثل ابر و باد و مه و طوفان. الان صدا خیلی عالی، شما دست زدی به هر چی. خیلی عالی، عالی، مرسی. من ساکت میشم، شما بفرمایید. سپاس. خب ببینید، مسئله بسیار ساده است. یعنی ساده البته اگر بود که خود ما متوجه میشدیم. هر رژیمی که در ایران سر کار میاد باید علم و صنعت، علم رو با صنعت یکی کنه. و علارغم اینی که ما در علم پیشرفت آنچنانی در 200 سال گذشته نداشتیم، از هر چه ساده تر شروع کنه و این نیروی علمی رو در ایران پیاده کنه. نه اینی که بره بخره از دیگری ورداری بیاره و پس از گذشت به اصطلاح 70 سال هنوز بر سر مسئله این انرژی اتمی از کشورهای بیگانه گدایی کنه. ببینید، اگر اینها خودت، اگر رژیم، چه رژیم پالانی و چه این رژیم، رژیم‌های مردمی و غیر نوکر بودند، تا به حال ما رشد بسیار سنگینی داشتیم. شما کافیست به ایرانیانی که در کشورهای گوناگون رفتن و به مقام‌های بالای علمی رسیدن نگاه کنید. دکترها بودن، پروفسورها هستند در مناطق گوناگون، در رشته‌های گوناگون سر رشته دارند. ولی این هم این رژیم و هم رژیم گذشته تلاشش بر این هست که دست اینها را از صنعت قطع کنه و ارتباط اینها را با رشد ایران تا اونجایی که میتونه زیر کنترل بگیره. حالا یا سواک رو به جون اینها میندازه، یا سواما رو به جون اینها میندازه، یا کتابی به نام قرآن رو جلو میاره و میگه هر کتابی که آوردی بر علیه این هست بایستی انگشتاتو قطع کنیم، سرتو بزنیم، فلان بزنیم. بعد کنارش میره احمقای بی سوادی رو که یک ذره هم از علم شیمی و فیزیک سواد ندارن، اینها رو میکنه مسئول مثلا رشته اتمی، رشته فلان و بلان. بعد بازی در میارن، شعبده بازی به اصطلاح در میارن که بعد رهبریت نمیدونم انرژی اتمی ایران رو اسرائیلی ها اومدن و زدن. اینها همه شعبده بازی است. شما کافی است نگاه کنید به محل خودتون و وقتی که میرید خرید میکنید ببینید کدام یک از این محصولات ساخت خود ایران هست. منظور من این نیست که شما برید مثال بزنم پفک نمکی رو میخرید و یا مثلا کنسرو انجمن و کنسرو یک و یک رو میخرید و این کنسرو تولید ایران هست. خیر، اون دستگاهی که خود این قوطی رو میزنه، اون دستگاهی که خودش اینها رو سوار هم میکنه، منظور من صنعت‌های پایه‌ای هست. خواهید دید به درستی که نه رژیم گذشته و نه این رژیم هرگز اجازه این که ایرانی بتونه این علم و صنعت رو از پایین شروع کنه و بیاره بالا ندادند و نخواهند داد، چون اجنبی همچین اجازهی به اینها نمیده. بنابراین اینی که ما ایرانی ها بخوایم استقلال خودمون رو به دست بیاریم، تنها در راه، در این راه خلاصی میشه که ما بتونیم علم خودمون رو رشد بدیم، با صنعت درون کشور یک پارچه کنیم، اونها رو به هم دیگه مرتبط کنیم. من یادم هست در تقریبا یکی دو سال قبل از انقلاب 1357 آقای هویدا و چند نفر دیگر، این رو قبلا هم گفتم، اومدن دانشگاهی به نام دانشگاه پهلوی در شیراز که الان به نام دانشگاه شیراز شناخته میشه، اومدن اونجا و دانشجوهای دانشگاه پهلوی یک هاورکرافت درست کرده بودن. در حقیقت مثل کشتی هست و قایقی هست که روی خشکی هم میتونه به اصطلاح این ور اونور بره. و آقای هویدا رو همچنین نشوندن دور محوطه دانشگاه هم گردوندن، از ایشون درخواست کردند که به اصطلاح کنتراتی بین نیروی دریایی و این دانشگاه بسته بشه که این دانشگاه بتونه این هاورکرافت ها را تحویل نیروی دریایی ایران بده. تمام کسانی رو که در حقیقت در تولید این هاورکرافت دست داشتن گرفتن، زندانی کردن و یکی دو هفته درگیری بسیار سنگین در دانشگاه ها بود و تمام این دانشجوها در خیابان‌های شیراز اعتراض می‌کردن. ماشین‌های ریوی ارتشی با پر از دژبان و فلان اینها با باتوم دنبال اینها بودن. این زمان به اصطلاح حاج محمد رضا پالانی است که پالان بر سر خودش و اون کسانی که در مجلسش میشنستن میگذاشت. الان هم که اومده به اصطلاح قنداق بچه رو بر سر به اصطلاح عمامه خود به اصطلاح نیروهای خودش گذاشته. بنابراین تمام هدف اینها جلوگیری از رشد علم و صنعت هست. حالا صحبتی بود امروز در رابطه با اینکه کی دروغ میگه و کی راست میگه. هیچ شکی در اینکه این رژیم، رژیم کشتار، رژیم سرکوب هست نباید بکنه. شکشون شاید در این هست که این رژیم یک رژیم اسلامی است. باز در اون هم نبایستی شک کرد.
برای اینکه اسلام در حقیقت ترمز کننده رشد مردم ایران بوده هست و خواهد ماند و تا اسلام کفن نشود این مملکت و مملکت ما مملکت نشود، این شکی درش نیست. و بحث میرسه بر سر این که این تک و توک افرادی که میان آب رو گلالود میکنند، این آب چگونه گلالود میشه؟ نگاه بکنیم، خانم مسیح علی نژاد یکی از کسانی هست که مهره های دست نشانده رژیم در ایران بوده، اومده خارج آب رو گلالود میکنه و وقتی با یک همچین مادرهای داغ دیده ای تماس میگیره این شکل رو در بین دیگران هم ایجاد میکنه که نکنه اون مادرها هم در حقیقت دروغ میگن یا اینکه جای کار مثلا اشکال داره. برمیگردیم به کسایی مثل نوریزاد که واقعا مهره های این رژیم هستن. بنابراین مردم ما به چه صورت بایستی بفهمن که پشت این قضایا چی نشسته و چی نشسته؟ اون کسانی که میان جلو و درخواست به اصطلاح انداختن این رژیم رو میکنن، یعنی براندازی این رژیم از بالا تا پایین، نه تنها رهبریتش، نه تنها به اصطلاح سازماندهی این رژیم، بلکه کنه مطلب که اسلام باشه. بنابراین هر کسی از اینها، حتی اگر مادر من باشه، حتی اگر مادر داغ دیده ستار بهشتی باشه، حتی اگر مادر به اصطلاح بختیاری باشه، هر کسی که هست، اگر با بسم الله و الله اکبر و نمیدونم اسلام درست هست و اینها درست نیستن اومد جلو، چه بخواد و چه نخواد، یعنی چه خواسته این کار رو انجام بده چه ناخواسته، در حقیقت تیشه به ریشه پیروزی مردم ایران و به ویژه جوانها و فرزندان ما در کنون و آینده میزنه. این رو من به مادر خودم میگم، به مادر دیگران هم میگم، به مادرهای ستارهای بهشتی هم میگم که با این کار فرزندان اون به اصطلاح خون فرزندان خودشون رو بیرنگ و بیارزش نکنن. آقای نیسایی، همینجا من یه سوال از شما دارم. مگه تو اروپا و غرب که اینقدر ادعا میکنن که ما رنسانس را انداختیم، ما کلیسا رو فرستادیم خونه، ما استیت رو از چرچ جدا کردیم، مگه همین الان بیشتر اونا دخالت ندارن؟ چجوری شما فکر میکنید که میتونید در ایران هم آخوند از بین ببرید هم اسلام رو ریشه‌کن کنید؟ اسلامی که الان رشد جمعیتش از تمام ادیان بیشتر. خب این نظر شما سایز سر می، نه اگه نظر من اشتباهه شما بگید. ببینید اگه نظر من اشتباهه شما بگید من اشتباه میکنم. کجای نظر من اشتباهه که توی آمریکا صبح رئیس جمهور میره اول قسمت اون کلیسای چی وایت هاوس اونجا، بعد میادم ادعا میکنه که من امروز حمله کردم به عراق به دستور خدا، خدا به من گفته برم حمله کنم؟ یا کجای حرف من این فقط نظر من بود که طرف انتخاب میشه، مردم بهش رأی دادن ولی میگه بیا دست راستتو بذار رو کتاب انجیل و دست راستو بلند کن دست چپتو بذار رو کتاب؟ این کجاش جدایی استیت از چرچ هست؟ و باز در قرن 21 در ایالت تگزاس میگه بر اساس قوانین چرچ خانم ها نمیتونن اختیار بدن خودشون داشته باشن، طرف بهش تجاوز حتی شده، میگه باید بچه رو نگه داری. در صورت که این همه بچه بی سرپرست، این همه بچه گرسنه هست در دنیا، آقا خانم برید اونا رو بیارید نگه دارید. چه کار دارید که بچه های ناخواسته بیاد به دنیا؟ بفرمایید. در این که ببینید اصولا مذهب یک عامل واپسگرا به ویژه در 500 سال گذشته بوده و شکی درش نیست، ولی غرب تونسته با انقلاب فرانسه و با انقلابات دیگر، با جنگیدن با این به اصطلاح واپسگرایی، کنترل رو تا اندازه بسیار وسیع از دست اینها در بیاره. بله این درست است که مثلا در ایرلند جنوبی تا همین چندی پیش اگر به یک زنی هم تجاوز میشد نمیتونست بچهش رو بره بندازه، ولی اون هم به مرور زمان داره اون هم از بین میره. منتها تفاوت فاحشی بین اسلام و دیگر مذاهب هست. ببینید مذاهب دیگر در رابطه با مذاهب به اصطلاح جدا از خودشون، اون دشمنی که اسلام با انسانیت و با شرافت و به اصطلاح درستی و راستی داره نداره.
اسلام میگه آقا جون شما باید بری بزنی و بکشی و زن طرف رو برداری، سوار شطور هم که بودی بهش میتونی تجاوز کنی. و خود محمد هم در حقیقت به علتی که جانش رو از دست داد همین بود که حمله کردن یک عده رو به اصطلاح به یک قوم یهودی، اونها رو مردهاشون رو سربنیز کردن، یک پیرزن و دختر نوش رو برداشت آورد خونه خودش که دختر 14-15 ساله بود و این آقای محمد به اصطلاح فیلش یاد هندوستان کرده بود و درخواست این دختر رو هم قبلا کرده بود، قبل از این جنگ بهش نداده بودن و به این صورت با قلدری و چاقوکشی ایشون رو گرفت و اون شب هم با همین دختر به زور همبستر شد، پیرزن رو هم واداش براش غذا درست بکنه که پیرزن در اون غذا به اصطلاح سم ریخت و این سم وارد بدن محمد شد و 3 سال طول کشید تا این به اصطلاح پیغمبر بچه باز رو از بین ببره. حالا من بحثی به اینها ندارم، ولی مسئله بر سر این است که انسان اصولا و به ویژه در 400 سال گذشته در تلاش بوده که از این مذهب دست بکشه، کما اینکه در تلاش بوده از مذاهب گوناگون در عرض 10,000 سال گذشته به مرور زمان از یکی به دیگری و از دیگری به دیگری، آخرش این مسئله به اصطلاح مذهب محمد بچه باز بود که ما گرفتار شدیم. ولی در درون ایران به اصطلاح اجنبی به این نتیجه رسید که برای اینکه بتونه کنترل کنه سیستم رو، مذهب جدیدی رو هم به وجود بیاره و اون به اصطلاح مذهب بهائیگری بود که در رابطه باهاش من نمیخوام در حال حاضر صحبت کنم. به نظر من یه مذهبی است که دست پرورده اجنبی است به خاطر اینکه بتونه کنترل کنه کسانی رو که یک دفعه بخوان از خط خارج بشن، کما اینکه در زمان حاج محمد رضا شاه همچین کاری رو کرد و حاج محمد رضا پالانی هم در مقابل بهایی ها تندازی ایستاد اواخر حکومتش. حالا من بحثی آقای نیساری ببخشید، چون شما میگید پالانی و دیدم خیلی ها به نوشته های شما برنامه های زندتون اعتراض میکنن، آقای رحیم نگهبان نوشتن که لقب رضا شاه پالانی، پالان نام دهی در دامنه سوادکوه است. رضا شاه اهل آن ده بوده، این واژه ربطی به پالان چهارپایان ندارد. آقای سید افضل هاشمی هم نوشته که باور کن کفر نیست، اون مال زمان شاه بود، برو گوگل مپ همه مسکو سلیمان رو نگاه کن. من تا حالا مسکو سلیمان نشنیده بودم، مس سلیمون شنیده بودم ولی مسکوش بله. نظرتون درباره این دوتا چیه؟ یکی اینکه شما چه اصرار میگید پالانی و بله، این در حقیقت نقش و نفوذ جنبش ایران باغانان رو در درون مردم نشون میده که ما بودیم که اومدیم گفتیم پالانی و آقای محمد نوریزاد این دست نشانده هتل نشین به اصطلاح رژیم رفته در شمال و ادعا میکنه که در پشت کوههای سوادکوه دهی هست به نام پالان. آقای رضا قلدر بزدل یک از ترکستان یا قزاقستان بوده و هیچ ربطی به ایران نداشت مگر زمانی که پدر و مادرش به اصطلاح جز قزاقهای قاجار شدن و از همون به اصطلاح قزاقهای روس شدن و همون قزاقهای روس هم اینها رو این پدر آقای رضا قلدر بزدل رو بیرون انداخت به دلایلی و اومد شد جز امنیه‌های دولت قاجار. من نمیخوام تو این مسئله زیاد به اصطلاح برم پایین چون خودش یه بحث بسیار طولانی است، ولی دهی به نام پالان تا چند هفته پیش که آقای محمد نوریزاد اومد توی تلویزیون به اصطلاح جمهوری اسلامی و یا در یوتیوب یا جای دیگر اعلام کرد پشت سوادکوه دهی هست به نام پالان و آقای رضا قلدر بزدل از اونجا به دنیا آمده، همچین چیزی حقیقت نداره. حتی اگر دهی به نام پالان باشه هرگز بجز نام سوادکوه در کتاب‌های پالانی ها هیچ چیزی به عنوان پالان نیومده. بنابراین نه من میتونم این رو به همین سادگی به تاریخ اضافه کنم و نه آقای نگهبان بایستی هر حرفی رو که هر کسی بهش میگه به پذیره. پذیرش در این هست که اینها 57 سال خدمت به بیگانه کردند و نوکری اجنبی کردند و این 57 سال در کدام کتاب شما میخوانید که ایشون در دهی به نام پالان به دنیا آمده؟ در صورتی که من میدونم دقیقا در کدام نقطه ایران من به دنیا آمدم، در کدام نقطه ایران پدر بزرگ من به دنیا آمده، مادرش کی بوده، پدرش کی بوده، اونها در کدام نقطه دنیا آمدن،
ولی آقای رضا قلدر بزدل و حاج محمد رضا پالانی اینها نمیدونستن که پدر رضا قلدر بزدل و یا مادرش در کجا بوده و نام پالان رو هرگز نیاوردن. ما کاری نداریم. واژه پالانی واژه است که ما در جنبش ایران بانان به این اجنبی های گماشته و خودفروخته دادیم، به این دلیل که ایشون مهتر سفارت هلند در وهله اول بوده، استبرچی بوده و ما برای همین بهش میگیم پالانی. نه اینکه پالان واژه توهین‌آمیزی است، بلکه ما میخوام بگیم حرفه ایشون اصلا از استبل اینها شروع شده و شکی در اینی که حرفه استبلچی هم حرفه بسیار خوبی هست و یک حرفه، هر کار هر کسی به کارش بایستی از کارش به کارش افتخار کنه و ما بحثی به این نداریم. ولی من اگر کفش دوز بودم میگفتم فرزاد نسایی کفش دوز. یادتون نره ما در تاریخ امیر کبیر داریم، پدر امیر کبیر یک کفش دوز بود. هرگز کسی در نمیده بگی که اگر گفتی امیر پدر امیر کبیر کفش دوز، این به اصطلاح اهانت به اون هست. هرگز همچین چیزی نیست، در حقیقت جز افتخارات امیر کبیر هست که علارغم داشتن پدری کفش دوز به یک همچین مقام بالایی رسید، اما خیانت نکرد و در حقیقت از منافع مردم ایران دفاع کرد و دست آخر به خاطر ایجاد ارتش نوین، به خاطر تلاش برای ایجاد ارتش نوین که این رو به رضا قلدر بزدل میچسبونند، در حقیقت انگلیسی ها ما به اصطلاح نقشه از بین بردن اون رو کشیدن و موفق هم شدن. حالا ما کاری نداریم. برگردیم به مسئله. بنابراین نخه پالان، هرگز دهی به نام پالان که مربوط به این آقای رضا قلدر بزدل باشه موجود نبوده. ببینید صحبت دیگری شده امروز. و یک چیز دیگری بگم آقای سربی، هر کسی در زندگیش مسیر رو طی میکنه. من میتونم به اصطلاح مشابه کسانی که میومدن و در برنامه شما اعلام میکردن که آقا برای این که مردم ایران به پوریزه برسن، ما اساسنامه‌ای خواهیم آورد شامل قرآن و شاهنامه و غیره. منم میتونم اونجوری صحبت کنم، ولی هرگز همچین صحبت هایی نخواهم کرد. چرا؟ برای این که شاید 20 سال، 10 سال، یک روز، دو روز دیگه بیشتر زنده نباشم. بنابراین صحبتی رو که من امروز میکنم بایستی صحبتی باشه برای جوانان کنون و آینده ایران و بحث من هم در همین هست. مادامی که اسلام انسان کش، اسلام زن ستیز، اسلامی که نصف جمعیت جهان رو اگر به قدرت برسه به زیر سلطه خودش در خواهد آورد و توی سر اونها خواهد زد و ضمناً دینی که به راحتی بازیچه دست اجنبی شده و میشه، مادامی که این دین استیلا بر ایران داشته باشه، مملکت ایران نجات پیدا نخواهد کرد. بسیار ممنونم از شما. یک آقایی که ما باش مشکل داریم، آقای محمد ایرانی که عکس خانم ها رو گذاشته برای فیسبوکش، نوشته اگه یه مرد بود همون رضا شاه بود که الان جاش خیلی خالیه. من دیدم جای دیگرم که میگن که ما احتیاج به دیکتاتور داریم، بعد یه جورایی میخوان ثابت کنن که دیکتاتور خوب داره بد داره و آقای رضا شاه دیکتاتور خوبی بوده، فرزندش محمد رضا شاه دیکتاتور خوبی بوده، ولی این آخوندها دیکتاتور خوبی نیستن. خیلی خلاصه شما نظرتون رو در این مورد بفرمایید که جای آقای رضا شاه خالیه. یادمونم باشه هفته قبل باز این شعار رضا شاه یادت چی بود، رضا شاه روحت شاد، مردم و بیچاره رو زدن توی اصفهان و این شعار شعار خود آخونداست که میان اونجا میگن و همون موقع هم عکس برداری و فیلم برداری. بفرمایید. خیلی ممنون. ببینید همون جور که بارها گفتم و الان هم میگم و در آینده خواهم گفت، این رژیم ادامه رژیم پالانی است. اینها به هم نون قرض میدن. اون مسئله کلی که ما در تاریخ داشتیم که هم در ایران بوده هم در شرق و هم در غرب که بین مذهب و به اصطلاح شاه ارتباطی هست، هیچ ربطی به ایران نداره. در حقیقت از سال 20 سال گذشته که ما در شیخ فضل‌الله نوری رو به دار کشیدیم و امیدوارم من زنده باشم که تک تک این آخوندها رو هم به تیرهای چراغ برق در ایران آویزون کنیم، امیدوارم زنده باشم. در حقیقت از 120 سال گذشته سیستم در دست ایرانی نیست، در دست اجنبی هست. رضا قلدر بزدل مایه اجنبی بود، اون بود که در حقیقت در کودتای 1299 انقلاب مشروطه و اون کسانی رو که شیخ فضل‌الله نوری و سردسته های مذهبی رو به دار کشیدن
از کار برکنار کرد، یک به یک اونها را از بین برد و خودش درست یک سال بعد از اون در 1300 که همونطور که در 1400 این رژیم رفته بود در خارج، نمیدونم کجا بود، که میخواست صد جشن صد سالگی حوزه علمیه قم رو یا جایی ثبتش بکنه، کاری نداریم. ایشون آقای حائری رو از به اصطلاح بغداد یا هر جایی که بود، هر گندابه‌ای که بود برداشت آورد و در حقیقت این پالانی ها بودن که به حوزه علمیه قم رنگ و لعاب دادن، پول دادن، منافع دادن، حقوق ماهانی میدادن و در ادامه همون گل به سرکنی همون رضا قلدر بزدل بود که در حقیقت پایه‌گذار رژیم جمهوری اسلامی آقای رضا قلدر بزدل و سپس پسرش بود که ادامه داد و نزدیک به 300 هزار آخوند رو ایشون حقوق میداد و در خود شیراز کاهوی که ما همشهری بودیم آقای محلاتی و آقای دستغیب نامشون جز حقوق بگیرانی بود که در دفتر و دستکای ساواک در خیابان زند ما بیرون کشیدیم و خود من با چشم خودم اینها رو دیدم، کما اینکه آقای محلاتی اومده بود اونجا که جلو ورود مردم رو به ساواک بگیره و در اون به اصطلاح درگیری من اتفاقا از بوشهر رسیده بودم، تقریبا نیمه شب بعد از نیمه شب بود و شرکت کردم، هنوز ساواک تسخیر نشده بود، ما با فشار دیوار 80 سانتی گلی رو نزدیک 100-150 تا جوان فشار میدادیم تا به اصطلاح این دیوار ریخته شد و رفتیم تو و گرفتیم و آوردیم بیرون و آقای محلاتی جلوی این کار ما خواست بگیری که نگذاشتیم. بنابراین دست اینها توی دست هم هست و هیچ شکی من در این ندارم که همین آقای خامنه‌ای و دیگران بشینن کابینه تشکیل بدن به دستور اجنبی اربابشون و کنارش بگن آقا جون اگر ما حاج پسر رضا پالانی رو بیاریم، چون احترام آخوندها رو به دستور اجنبی نگه میداره، هم میتونیم استیلای اسلام بر مردم ایران رو نگه داریم، هم میتونیم به تحمیق ادامه بدیم، هم همان گونه که آقای شاه تمام سردسته ها و تمام افراد مهم مملکتی اون زمان رو دو دستی تحویل به اصطلاح آخوند داد، اینها هم اون رو دو دستی تحویل حاج پسر رضا پالانی بدن، حاج پسر پالانی هم با ایجاد ساواک جدید و یا ادامه ساواما از دوباره شروع کنه به کشتار. بنابراین کسانی مثل این آقای محمد ایرانی که ننگ بایستی بکنه از این کمچین نامی بر خودش گذاشته، من کاری ندارم که انسان آزاد هست هر عقیده‌ای داشته باشه، ولی کسانی که دانسته از یک جربزهایی به نام رضا قلدر بزدل دفاع میکنن که خودش پایه‌گذار جمهوری اسلامی بوده، اگر بحث در این است که جمهوری اسلامی باید بره و بهترش باید بیاد، چرا پس حاج به چیز رضا قلدر بزدل یک همچین زمینه ها رو دستگیر اجدادی برپا کرده؟ بحث در این. من ممنونم از شما. شما یه جا اشاره کردید مثل همین شخص، منظورتون فرخزاد بود یا کسی دیگه؟ آقای حمید ایرانی. نه نه نه، قبلا داشتید صحبت میکردید گفتید مثل اشخاصی مثل این فرد. شما اون فیلم جدید مستند سه قسمتی رو درباره فرخزاد دیدید یا نه هنوز؟ خیر، ببینید و نیازی هم به دیدنش ندارم، نه اینکه نبایستی ببینم، شاید خواهم دید، ولی مسائل بسیار مهمی برای جوانهای ایران هست، یا من بایستی خودم رو درگیر این آب گلالود کنم یا راه رو به اینها نشون بدم. شما بحثی کردید امروز در رابطه با مسئله مثلا پرشین و ایرانیان و غیره، این مسئله بسیار مهم است، چون اقوام درون ایران متاسفانه به حق و حقوقشون نرسیدند و چون به حق و حقوقشون نرسیدند به دلایلی، مثلا آقای رضا قلدر بزدل رو اجنبی آورده سر کار، میگه بزن توی سر این، جدایی با دیگری بنداز، جوک برای شیرازی ها در شمال در بیار، به اصطلاح در شیراز جد برای شمالی ها در بیار و غیر و مشابه. بنابراین ما بایستی راه حل رو نشون بدیم. ببینید واژه پرشین در حقیقت از پارسا میاد، پارس و پارسه و پارسا، یعنی ما هم کرد پارسا داریم، هم لور پارسا داریم، هم قشقایی پارسا داریم، هم ترکمن پارسا داریم، هم تهرانی پارسا داریم. پارسا به معنای سرزمینی است که به اصطلاح به یک خدای یگانه اعتقاد داشتن و در حقیقت این واژه پارسه و پارسا یک همچین چیزی است که بر ما نشسته، یعنی هیچ ربطی به زبان فارسی و نژاد اینا نداره. اوکی، خیلی ممنونم. ای کاش اینو من دو سه روز پیش میدونستم تا به این دوستمون در دانمارک جواب میدادم. البته دوستان باور کنید من یه چیز ساده به این آقا گفتم، گفتم خانم دانمارکیه دیگه درسته؟ گفت بله.
گفتم برو به خانمت بگو من فرار کردم از ایران، اومدم اینجا، اینجا پناهنده شدم و با تو ازدواج کردم الان اینجوری. ولی یه آقایی بهش گفتم که پدرت چند سالشه؟ گفت 2 سال از شما کوچیک‌تره. گفتم به خانمت بگو یه کسی که 2 سال از پدر من پیرتره توی آمریکا به اشتباه همچین چیزی رو نوشته که من اصلا باور ندارم اشتباهه، ولی به اون بگو. و من یه چنین برخوردی کردم، میدونی گفت چی؟ گفت من خجالت میکشم همچین چیزی به خانمم بگم. بهش گفتم خب آخه باید احمق باشی که چیزی رو که خجالت میکشی به خانمت بگی، بیای اینجوری وایسی پاشم پافشاری کنی. بعد بهش میگم حالا شما که میگی پرژیا نباشه، کردستان چه اسمی بذاریم؟ مون توش. ببینید آره، کردستان یکی، کردها یکی از کهن‌ترین اقوام پارسای ایرانی هستند. حالا چه بخوان چه نخوان و صحبت شما درست است، اجنبی در تلاش هست که به خاطر اینی که اینها رو عقب نگاه داشته توسط رضا قلندر بازدل یا توسط همین رژیم جمهوری اسلامی و فردا هم توسط یک لچک به سر دیگری، سعی کنه که خودش از نفوذ علم بابهی ایران جلوگیری کنه و اینها رو در به عقب ماندگی نگاه داره، کمان که در عراق این کار رو کرد و در حقیقت وقتی وارد شد از همون این تفاوت‌ها سوء استفاده کرد، بغداد رو و حکومت بغداد رو کنار گذاشت و رفت در قلب کردستان و شروع کرد به استخراج نفت و باز همون بازی‌هایی رو که در زمان رضا قلندر بر سر مردم ایران پیاده کردن، این بار هم بر سر مردم کرد و کردستان ایجاد می‌کنن. تا اونجایی که به ما اقوام مربوط میشه، چون من خودم از یکی اقوام هستم، کردستان هرگز سه کردستان به هم نخواهد پیوست مگر اینکه در درون ایران اتحادیه اقوام قدرت رو به دست بگیره. اون وقت شانس در این هست که ما بقیه اون دو کردستان هم به کردستان ایران بپیوندن و قلب ایران هم کردستان خواهد بود. ما به هیچ وجه اجازه جدایی یک وجب از خاک مملکتمون رو نمیدیم و نخواهیم هم داد و کردستان هم جز ایران خواهد بود و اگر لازم باشه اون دو کردستان میان جز ایران، نه اینکه این کردستان هم بره به دست اجنبی. بسیار. نه اجازه بدید من یه سوالی از شما بکنم. خانم الهه دانشزاده نوشتن که هر کسی که باور به آویزان کردن این و اون داشته باشه، اگه به قدرت برسه من را هم آویزان میکنه. چون شما درباره اون شیخ صحبت کردید، نظرتون در این باره چیه؟ با نظر ایشون از یک طرف موافقم، چون ما مخالف اعدام هستیم. فتنها کسانی رو که ما پس از انقلاب به اصطلاح به جوقه اعدام خواهیم فرستاد، کسانی هستند که در حقیقت در شکنجه و کشتار و نمیدونم فلان این رژیم دست داشتن و آخوندهایی که پا رو توی کفش بکنن و بخوان لباس آخوندی رو بپوشن. مطمئن باشید این رو در حقیقت خواست من هست و پیشنهاد من به جوانهای ایران هست. آخوند رو بایستی خلع سلاح کرد و هر که خودمون اینها هم که خلع سلاح نشدن بایستی از تیر چراغ برق آویزان کرد. مابقی میمونه مابقی مردم. با مابقی مردم به صورت بسیار مثبتی ما با اعدام مخالفیم. حالا ممکن ایشون در بیاد بگه آقا جون شما نمیتونید با اعدام مخالف باشید اگر اینا رو از چوب دار پایین بکشید. ما با دشمن خودمون و کسانی که جوانهای ایرانی رو شکنجه، تجاوز و در زندان به قتل برسونن شوخی نداریم و اینها رو از تیرهای چراغ برق بدون شک اگر قدرت رو بگیریم آویزان خواهیم کرد. ولی ما بقیه مردم از خود ما هستن و هرگز به خودمون اجازه نمیدیم پس از اون اعدام در داخل ایران به هیچ وجه انجام بپذیریم. آقای نیساری، مصاحبه کردن با شما هر دفعه مشکل و مشکل تر میشه. شما راجع به خلع لباس صحبت کردید، میدونیم که چند روز گذشته پدر روح الله زم خلع لباس کرده، دوستان خیلی شور حسینی برداشتن، خبر ندارن که این بهش خبر دادن که دولت میخواد تو رو خلع لباس کنه. یعنی آخوندا مثل این میمونه که من برای شما کار کنم، دزدی کرده باشم، شما بخوای منو اخراج کنی، من صبح بیام اونجا بگم من دیگه برای این کار نمیکنم، من میخوام نظرتون راجع به خلع لباس این چیه؟ بعد ببینید مردم ریزبین نیستن و الا این اینقدر از سختی زندان پسرش صحبت میکنه، بعد میگه ما 5 بار محرمانه با پسرمون دیدار داشتیم و در اون دیدارها
اون محرمانه به ما یه چیزایی میگفت که حتی گفته چه کسانی مسئول هستن چنین و چنان. کلن نظرتون راجع به این نمایش یا به قول شیرازی یا شامورتی بازیه روح الله زم از اول از ابتدا تا امروز و پدرش چیه؟ ببینید یادتون باشه چند وقت پیش، مدت ها پیش، چندین ماه پیش من یک اعلامیه زدم به این که آقای جوانمردی در حقیقت یک تدیه طلب هست، علی جوانمردی. بله. چقدر به من حمله شد. بعد اومدم گفتم که آقای نوریزاد و چند نفر دیگر به اصطلاح رفته کلاه سر چند نفر گذاشته و من اونها رو 14 معصوم آل عبا صدا زدم. باز اتهاماتی زده شد، ولی زمان نشون داد که دید ما نسبت به این بنجلها و این به اصطلاح انسانهای خود فروخته کاملا واضح و روشن هست. من در رابطه با مرگ دو نفر شک دارم. یکی این جنابی هست که در بلژیک، نمیدونم کجا بود، در یکی از کشورهای اروپای شرقی میگفتن رفته توی هتل، از توی هتل افتاده و مرده. آره اون چیز بود، دادستان. بله چیز بود، مثل دادستان یا قاضی. بله بله، یکی در رابطه با اشون و یکی در رابطه با مرگ روح الله زم. من در رابطه با این دوتا شک دارم، مگر اینکه جسد اینها رو کار بکنم بیارم بیرون و کالبد شکافی کنم. ولی بحث من در رابطه اینها شمرده بازی رژیم هست و خلع لباس هم خواهد بود. اینها همش بازی هست که ایشون در بیاد بگه که لباس، نمیدونم، لباس روحانیت لباسی بسیار مهمی هست، مثل اینکه مثلا ایشون ارتش بوده، ارتش نمیدونم فلان جا روسیه یا انگلیس بوده و اینا آمدن درجاش از بالای فلانش کندن. خیر، این عمامه ها چیزی نیست به جز قنداق کثافت‌بار یک کودک که اینها گذاشتن بالای سرشون و ارزششون هم بیشتر از اینها نیست. و اون چیزی هم که توی عمامه هست همون چیزی هست که نوزادهای ما تولید میکنن در قنداقشون، بنابراین هیچ فرقی بین اینها نیست. من میخواستم یک مسئله دیگر رو اگر 5 دقیقه وقت دارم توضیح بدم. بفرمایید. ببینید، زبان کلید ورود به گنجینه‌های تاریخ است. اگر من میتونستم زبان میخی رو، خط میخی رو بخونم یا زبان اوستا رو بخونم، به راحتی میتونستم به فرهنگ مردم اون موقع پی ببرم. امروز هم همین هست. زبان در حقیقت کلید ورود به علم و دانش است و در حقیقت زبان اون چیزی هست که همه ما رو با همدیگه آشنا میکنه و اجازه میده همدیگه رو بفهمیم. اگر من اینجا به زبان عربی با شما صحبت کنم شما ممکنه متوجه نشید. اگر به زبان نمیدونم فرانسوی صحبت کنم شما متوجه نمیشید. بسیار از هموطنان من متوجه نمیشه. بنابراین عامل مهم اینی که ماها رو به هم نگاه داشته ایجاد این پل ارتباطی زبان پارسایان هست به نام زبان پارسی. بیشتر از همه اقوام در ایران ما قوم به اصطلاح قشقایی در میان در استان فارس زندگی کردیم. ما به اصطلاح ترک هستیم، یعنی یک قوم ترک هستیم و در میان استان فارس زندگی کردیم. ولی در عرض این 500-600 سالی که بودیم هرگز قومی به نام قوم فارس ما ندیدیم و پیدا نکردیم. اما پل ارتباطی خودمون رو با دیگر ما به اصطلاح اقوام ایران که زبان پارسی باشه حفظ کرد. بنابراین اینجا به این مسئله میرسیم که وقتی رضا قلدر بزدل و یا مشابهش سر کار در ایران میاد چه غلطهایی میکنه و فشار بر دیگر اقوام میاره، جلوی آموزش زبان مادری اونها رو میگیره. و اگر فردا ما با اتحاد اقوام تونستیم ایران را آزاد کنیم، برخورد ما با دیگر نقاط ایران چه خواهد بود؟ در وهله اول برادر کرد من باید بتونه اگر در کردستان کار پیدا نکرد بتونه بره در بلوچستان و شروع به کار کنه و زبان پارسی این اجازه رو بهش میده و این اجازه رو به من میده که هر جای ایران که خواستم برم کار کنم بتونم برم کار کنم. همزمان در به اصطلاح دانشگاه های ما، در مدارس ما، از بعد به ورود به دبستان زبان پارسی زبان رسمی و زبانی هست که همه ما رو با هم دیگه مرتبط و متحد میکنه. ولی در کنارش من باید حق داشته باشم همون جور که میگیم املا، انشا، تاریخ، جغرافیا، یک زبان محلی. و منظور من زبان محلی این هست که من اگر در استان فارس هستم و دوست داشتم که اون زبان محلی رو زبان کردی یاد بگیرم باید معلمش باشه. هم ایجاد کار میکنه، همین که اتحاد من رو با دیگر اقوام بیشتر میکنه.
به همین صورت هم در همون دبستان هم. از پایین تا بریم بالا در کردستان اگر کسی خواست ترکی یاد بگیره، زبان قشقایی یاد بگیره که یک مخلوطی است، و یا بلوچی یاد بگیره، باید این حق رو داشته باشه و آموزش و پرورش باید به عنوان یکی از اون رشته ها در دروس دبستانیش حتما باشه. بعد میرسیم به این که آقا علارغم که ما پل ارتباطی رو داریم، علارغم این که ما میتونیم زبان مادری رو از دبستان شروع کنیم و تا حداقل تا پیش از دوره دانشگاهی اینها رو واقعا استاد بشیم تک کنیم، چجوری میتونیم با دنیای علم و صنعت وارد بشیم و این علم رو با صنعت امروزی در درون ایران روش بدیم. برای اون از همون بد به ورود به دبستان باید یک زبان زنده علمی دنیا مثل فرانسه، انگلیسی، آلمانی و یا مشابه حتما باشه که فرزندان ما وقتی به دیپلم رسیدند هم زبان پل ارتباطی رو بلد باشن، هم یک زبان محلی رو واقعا استاد شده باشن و هم بتونن به یک زبان علمی دنیا صحبت کنن که ما بتونیم برای رقابت و برای رسیدن این 400 سالی که عقب افتادیم، به ویژه این 120 سالی که ما را عقب انداختند، ما بتونیم خودمون رو برسونیم. بنابراین مسئله زبان هرگز به این ترتیب نخواهد بود که یک دولت مردمی سر کار بیاد و بخواد یک زبان رو بر دیگران حکمه کنه و جلوی آموزش زبانهای دیگر رو بگیره. جنبش ایران بانان باورش بر این هست که آموزش و پرورش نیازمند هم پل ارتباطی هست، هم زبان محلی هست و هم گویش و یا زبان به اصطلاح بین المللی که بتونه علم و صنعت رو به اصطلاح در کنترل مردم ایران در بیاره. بسیار ممنونم آقای نصاری. اجازه بدید من از آقای اکبر اکبری از طرف شما تشکر کنم، چون یکی از دوستان به شما توهین میکنه، ایشون بهش گفته که ما تو این برنامه اجازه نمیدیم توهین بشه. ممنونم، درست میگه. و اگه شما لطف کنید بعد از برنامه با این دوستمون به مدارا صحبت کنید، منطقی قانون میدونم شما نوشته هاتون اینها، با هم صحبت کنید من ممنون میشم. و یه خواهشی از شما دارم، اگه امکان داشته باشه یه وقتی در خلوت خودتون یه ویدیوی درست کنید، هم راجع به پرژیا هم راجع به زبان محلی، و محدودیت زمان هم نداره دیگه، نمیخوایم بگیم ربع ساعت نیم ساعت، اینو توضیح بدید برای دیگران. اینو که میگم فقط در اون رابطه، میخوام هیچ مسئله سیاسی و هیچ احساس شدن احساساتی شدن اینام نباشه، قشنگ شما بشینید همین چیزایی رو که الان به ما گفتید باز کنید داخل اون. خود من تا امروز نمیدونستم این ماجرای پرژیا پارسیان هست، اونایی که پارسا هستن فلان اینها، و این مسئله زبانم یکی دیگه از به اصطلاح معضلات و مشکلات هست. اینو اگه برای ما باز کنیم، من اینجا از طریق تلویزیون مردم هم پخش میکنم، روی این 20,000 نفری هم که این ور اون ور توی فیسبوک های مختلف به اصطلاح طرفدار که چه عرض کنم فالو میکنن ما رو، چون فالو میکنن ببینن کجا یه چیزی میگیم بزنن تو سرمون، اینم هست. من ممنونم که با ما بودید، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد بعد از 2-3 هفته شما کار داشتید نتونستید بیاین، امیدوارم بازم بیشتر شما رو داشته باشیم. هفته آینده با آقای مهدی مهران نژاد هستیم، ولی از سال آینده شما وقت بیشتری به تلویزیون مردم بدید تا ما هم بیشتر با شما باشیم و استفاده کنیم. مرسی که با ما بودید. زنده و پیروز. با سپاس از وقتی که به من دادید و با بهترین آرزوها برای شما و سال خوبی براتون آرزومندم، به ویژه فرزندان ایران. زنده و پیروز. ممنون. ما هم برای شما و خانوادتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. خیلی ممنون. مرسی. زنده باشید. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، برنامه امروز رو دیدید و شنیدید، نظرتون چیه؟ نظراتتون رو میتونید بنویسید، نظراتتون رو میتونید با این شماره تلفن 202 اجازه بده 695 پلیر 6 باید بیارم اینجا، بله اون تاریخ هم زیرش میاد، حالا چرا نمیدونم، یک روشنه اینو باید خاموش کنم، هم نداره دیگه، شما میدونید چه خبره. 202 695 25 73، همون جوری که آقای اکبری بوشهری لطف میکنن پیام میذارن، به ایشون هم تبریک میگیم، چون میگه این بهار که میاد یک سال به سن ایشون اضافه میشه، و بازم از ایشون تشکر میکنم. اگر میخوان اون کتابای PDF فکر کنم میشه Portable Digital File اگه اشتباه نکنم، ولی اینو شما میتونید روی گوگل درایو بذارید، لینکشو برای من بفرستید، اون موقع من لینکشو میفرستم، هیچ اجرتی هم نمیخوام. خیلی ممنون خانم ملیحه خانم،
و متشکرم از دوستان دیگه، از آقای آتیلا، آریا، حتی از آقای محمد ایرانی هم که یه مقداری عصبی عمل میکنن. آقای ایرانی خونسرد باش، کسی که میاد میشه پابلیک فیگر، خود به خود یه عده دوستش دارن، یه عده از متنفرن، حالا یا با دلیل یا بی دلیل. شما وکیل اونا نباش، شما بذار آقای نیساری بگه پالانی، بگه قلدر بزدل، شما بیا بگو رضا شاه کبیر، ولی به اون نپر. این اشکال ماست، این اشکال رو روش کار کن. هر وقت خواستی بیا ما ببینیم بالاخره شما زنی، مردی، عمل کردی. ترنز ولی ترنز محمد دیگه ما نداشتیم، اینم گرفتیم. این مهمان شما بسیار به رضا شاه توهین کرد. من مطمئنم، این آقای ایرانی نوشته، محمد ایرانی، من مطمئنم که امشب رضا شاه خوابش نمیبره. آقا پابلیک فیگر، برو به زبان فارسی پیدا کن یعنی چی پابلیک فیگر. افرادی که مردم میشناسنشون، پابلیکن، عمومین، میشناسنشون. اینا ببین، شما توی مهمونی نشستی، یه نفر میگه آقای سربی هست با این لهجهش، حالا خودش کرخر، اصلا نمیدونه از کدوم ده و پشت کدوم کوه اومده، به داتیا کاری نداریم ها، ولی نمیدونه فارسی چیه، شیرازی چیه، فلان اینا. اون اینجوری میگه شما با اون دعوا نکن. سالها پیش یه دوستی من داشتم، هر وقت میرم مهمونی میگه آقا دیشب من با یه دکتری به خاطر شما دعوام شد. گفتم آقا مگه من زورخونه باز کردم شما میری با این اون دعوا میکنی؟ دعوا نکن، خیلی مؤدب بهشون بگو که شما چقدر درست میگی، بیا مهمون من، برو تو برنامه سربی، بس بیاد اینجا، اینجا قشنگ تکونش بدیم ببینیم چی داره. مثل یه الاغ که یه مش کتاب بارش زدن، کتابا میریزه یا واقعا چیزی میدونه. ساعت 3:52 است. من امروز میخواستم به همین خاطر ساعت 3 با آقای نیساری برنامه گذاشتم که ساعت 3:30 از حضورتون خداحافظی کنیم، بریم دیگه. ایام شب یلدا و کریسمس و اینها هست، تا بعد هفته آینده یک شنبه بیایم با شما. نظرتون راجع به ویدیوی فرخزاد چیه؟ نظرتون راجع به ویدیوی گوهر عشقی چیه؟ نظرتون راجع به این مارمولکای مثل مسیح علی نژاد و نمیدونم گنجی و باطبی و ماشاءالله یکی دو تام نیستن، اینا چیه؟ اینا رو میتونید زنگ بزنید بگید، صحبت کنید، بیاد مهمون برنامه بشید. و الی آخر میگه میشه شما بگید جاوید شاه؟ من باید احمق باشم به کسی که مرده بگم جاوید؟ این بدبخت از بابای کارگر من کمتر سن کرد، چه جاویدی؟ ولی میتونم بگم چاپید شاه. خوشحال شدی؟ چاپید شاه، هم خودش چاپید، هم خانوادهش چاپیدن، و الا مرد عزیز میخوردی میبردی، به جایی که بدی به این آخوندا میدادی به مردم، هنوز هم زنده بودی. اینم برای که شما خوشحال بشی. زمینن قرار نیست شما بیای اینجا که من یه چیزی بگم خوشحال بشی. شما یه برنامه بگیر، بیا نیم ساعت بشین تو دوربین نگاه کن، هی بگو جاوید شاه، جاوید شاه، دوبار من گفتم جاوید شاه، خوشحال شدی؟ عجب دیوانه های هستیم ما. البته ناراحت نباشی، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. از کی تالا حقیقت، گفتن حقیقت توهین شده؟ اینم ببو میگه. برید ببو، میدونید یعنی چی ببو میگه؟ با ببو یک کمی صحبت کنید، بنویسید، دو کلمه بیشتر یاد بگیریم. مرسی مرسی، باهات حال میکنم. ایول نه دیگه، خیلی خصوصی نشو، حال نکن. هفته پیش با آقای اکبری گفتم پیاماتون خیلی سکسی شده، پخش نکردم. دوستان یه فیلمی هست به نام چند، نه دیگه راجع به فیلم صحبت نمیکنم، چون یه خوش غیرتی راجع به اون فیلم مسافر یا فیلمایی که هفته قبل گفتم زنگ نزد. فقط آقای پتیک گفت که من به اصطلاح این فیلم دیدم و میخواستم زنگ بزنم ولی بغض به هم اجازه نمیداد. فیلم چند متر مکعب عشق. و یه چیزی هم از هفته گذشته من گذاشته بودم، عکس برف و باران که به دوستان نشون دادم، گفتم به نظرتون این چیه؟ گفتن عکاس فلان بیکار و نمیدونم فلان اینا. دوست عزیز، کسی اگه میخواد گدایی هم بکنه، من نمیدونم حالا شما بری بشینی تو برف، مردم دلشون بیشتر میسوزه، بیشتر بهت پول میدن. خب اگه اینجوری خودت میخوای تو برف بشینی، یا بری بشینی تو بارون،
یه چیزی بفروشی، مردمی که با عجله دارن میرن یا سوار ماشین بشن فلان میان ازت خرید میکنن، ولی اگه مردم دلشون میسوزه، پس این عکسا که پیرزنی نشسته زیر بارون چی میفروشه، دست فروشی میکنه، یا پسری 6 سال پیش این عکسه میگفتن مال افغانیاست، نشسته یه جایی داره گدایی میکنه یا کار میکنه یا واکس میزنه تو برفا، اینا پس چیز بیزینسه، حربه بیزینسه، یه کاری میکنن که بیزینسشون بیشتر پول در بیاره. من ممنون و متشکرم. کاکو هی نگو اکبری سکسی حرف زده، بگو اکبر بوشه. حالا مگه آقا سکس یه قسمتی از زندگی آدمه؟ چرا ایرانی ها اسم سکس که میاد فوری میلرزن، دهنشون از حرف زدن باز میمونه. و خب باشه، گفتم دیگه، آقای اکبر خالصی بوشهری گفتن. این آقای اکبری اصلا از بچگی تا امروز هیچ کاری به سکس نداره. امید دیدار، برنامه کانون آوا رو براتون میذارم. آقای ادوارد ترمادو با ما بودن و ببینید که در سازمان مجاهدین چی میگذره. اینا دیگه داخل بودن، جدیدن هم که هفته گذشته اون کلاب هاوس دیگه اگه اینقدر آبرو مونده بود از سازمان مجاهدین، این بچه های جوون بردن. من منتظرم که به زودی یک کسی بیاد اینا رو دادگاهی کنه، چون تجاوز و قتل فکر کنم شامل مرور زمان نمیشه. خیلی ممنون خانم ملیحه. دوستان شب یلدا رو هم به من و هم به تمام شما دوستان تبریک میگن. من هم اتفاقا اگه میخواین فارسی حرف بزنین نباید بگین شب یلدا، باید بگین چله، همون چله کوچیک، چله بزرگ. این مادر بزرگ ما میگفت چله. درصد مرسی، متشکرم. سال نو و والنتاین نوشتید، بابا والنتاین فوریه است، ولی هر روزتون مبارک، شاد. من احوال میپرسن ازم صبح سر کار، بهم میگن چطوری، میگم تو این سن و سال خوبم. ضمناً اونایی که هفته پیش خیلی از قیافه پریشان من ناراحت شده بودن، یه خورده پول بفرستید من میوه بخورم، آبجو بخورم، حالم خوب بشه. و شما اگه نگاه کنید، من مثلا با آقای شبخیز که از من مسن‌تره، اینا هر روز نه ولی هر دو هفته موهاشون رو رنگ میزنن. من این کارا رو چون تنبلم انجام نمیدم، من همینم که هستم. آمریکایی میگه what you see is what you get، همین که میبینی همین هست. من برنامه رو تموم میکنم دوستان. روز روزگار بر شما خوش، به امید فردای بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی که با ما بودین. این برنامه رو به دیگران هم معرفی کنید. مرسی مرسی مرسی.